برای من فرستادن، من برای شما عزیزان بگم. ایشون امروز در مورد بررسی خواهند کرد و تفسیری خواهند داشت در مورد اوضاع کنونی سیاسی ایران. البته میدونید اوضاع ایران اوضاع اقلیمی هست، مشکلات بیابی هست، مشکلات مهاجرتی هست، فرار مغزها هست و خیلی مشکلات دیگه، حقوق بشر، خانومها، کودک آزاری و مسائل دیگه. ولی امروز ایشون جنبه به طور کلی اوضاع کنونی سیاسی ایران رو مطرح خواهند فرمود. ایشون روزنامه نگار، نویسنده، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف بودند. در قزوین در 1341 هجری شمسی متولد شدند و سازمان گزارشگران بدون مرز رو که ما میشناسیم Borders Without Journalists Without Borders، ایشون رو در سال گذشته از نامزدهای به اصطلاح روزنامه‌نگاری در ایران معرفی کرده و در سال برگزیده سال به این عنوان برگزیده شده. من خیلی خوشبختم که خدمت جناب علی جانی هستیم. اگر اجازه بفرمایید جناب یدی جان همه رو میوت بفرمان و ما مابین 50 تا 60 دقیقه فرصت میدیم به سخنوران عزیزمون برای سخنوری و بعد دوستانی که مایل به مطالب گفتن مطالبی هستن یا سوالاتی دارن میتونن مطالبشون رو با دست بلند کردن، حالا چه از طریق چت یا اگر من بتونم ببینمشون در جمع، اسمشون رو یادداشت میکنیم و به طور مرتب ازشون میخواهیم که اظهار نظر بفرمایند. اگر اجازه بدید ما برنامه جناب علی جانی رو شروع کنیم. خیلی خوش آمد میگم خدمت جناب علی جانی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. با سلام خدمت همه دوستان، تک تک عزیزان و تشکر از دعوتتون و افتخاری که به من دادید در جمعتون شرکت بکنم. همونطور که فرمودید، خب اوضاع مملکت از زوایای مختلفی قابل بررسیه، برش سیاسی هم میشه زد. من برای اینکه از وقت بهتر استفاده بکنم دو تا نمونه رو، یعنی دو تا موضوع متأخر رو انتخاب کردم که بحث بکنم و بر اساس این دو نمونه جمع‌بندی کلی بکنم از وضعیت سیاسی کشور، وضعیت عمومیش. یک نمونه از سیاست داخلی و یک نمونه از سیاست خارجی. سیاست خارجی بحث مذاکرات هسته‌ای و کلن بحث پروژه هسته‌ای که خوب سالهاست کشور و مردم رو در واقع گرفتار کرده. و در سیاست داخلی هم بحثی که اخیراً در رابطه با مشتبه خامنه‌ای و بحث ولایت عهدی ایشون مطرح شده که به خصوص بعد از پیامی که آقای میرحسین موسوی داد دوباره این بحث به افکار عمومی کشیده شد. حالا از همین بحث متأخر شروع بکنم، بحث دو مشتبه خامنه‌ای. آقای سرافراز رئیس سابق صدا و سیما در خاطراتش که در کلاب هاوس هم مطرح کرده میگه بعد از دوم خرداد 76 در بیت رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه‌ای یک جمعی سیاسی امنیتی قضایی نظامی تشکیل شد، یک حالا من اسمش رو بذارم اتاق فکر سیاسی امنیتی، حالا تاریکخانه اشباه هر اسمی میشه گذاشت، که اینها قصدشون این بود که مقابله بکنن با موج دوم خرداد و اصلاح طلبی و نذارن مملکت دستشون خارج بشه و با از دید اونا دست نااهلان بیفته و از ریل اونا خارج بشه. خب این اتاق فکر، حالا دقیق ترش میتونیم بگیم دولت در سایه، از اون دوره تا حالا امتداد داشته. حالا گفته میشود با دبیری و ریاست طائب بوده و مدیریت آقای مشتبه خامنه‌ای، و به گمان من اکثر اتفاقاتی که در این طول بیش از دو دهه و سه دهه اتفاق افتاده، نزدیک به سه دهه، از این اتاق فکر نشأت میگیره. از قتل‌های زنجیری بگیریم، حمله به کوی دانشگاه بگیریم، بیایم تقلب سال 88 بگیریم،
مهندسی های انتخابات، سرکوب های مختلف، سرکوب جنبش سبز، اعتراضات دیماه 96، آبان 98، به هر حال اینا در واقع حلقه اول پیرامون آقای خامنه‌ای بودن و به نوعی مشاوران اصلی بودن که به اصطلاح آقای مجتبی خامنه‌ای در اونجا نقش بیش زیادی داشته. این رو آقای سرافراز میگه، حتی میگه برکناری من از ریاست صدا و سیما یه جزئیات هم میگه که رفتم دیدار کردم چی شد، آقای مجتبی رو دیدم و از این بحثا. ایشون جزئیات چون میگه که به اصطلاح با مدیریت ایشون انجام شده. خب آقای کروبی هم سال 84 اولین کسی بود که تو نامه مشهورش گفت که برای آقای خامنه‌ای که آزاده شما اومده انتخابات رو به هم زده بود و آقای خامنه‌ای یه جمله معروفی داره که ایشون آزاده نیست، خودش آقاست. و این جمله خب به نظر من از اون جملاتیست که بعداً تو مجلس خبرگان رهبری بهش استناد خواهند کرد برای انتقال به رهبر سوم. حالا پروژه رهبر کردن آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر من تو اون اتاق فکر سیاسی امنیتی ساخته و پرداخته شده و اینکه آقای میرحسین آمد بعد از بقول خودش 13 سال، یعنی از مبدأش رو بگیریم 88 میشه 13 سال که مردم تو خیابون شعار دادن علیه مجتبی خامنه‌ای که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، ولی اگه به 84 برگردیم که آقای کروبی هم یه ذکری میکنه از نقشه آقای مجتبی بیشتر هم میشه، یعنی نزدیک به دو دهه در واقع رو این پروژه کار شده. خب اخیراً آمدن، یعنی این چیزی که دوباره تو این روزها این مسئله رو و نامه میرحسین موسوی رو دوباره رو موج اول خبری آورد این بود که آقای مجتبی خامنه‌ای رو سایت حوزه آمد اخبارش که قبلا تو اخبار مثلا روحانیت و مثلا حجت الاسلام رو می آورد آورد تو بخش مراجع و علما و گفت که ایشون درس خارج تشکیل میده، مثلا ثبت نام افراد میخوان ثبت نام بکن، درس خارج هم بالاترین سطح دروس حوزویه دیگه، مثلا دکترا میده و از اسم آیت الله برایشون استفاده کرد در حالی که قبلا حجت الاسلام گفته میشد. این دوباره در واقع این داغ رو تازه کرد و به اینکه خوب یه داستانی پشت این قضیه است. حالا اینکه چرا میرحسین موسوی بعد از 13 سال این در واقع مسئله رو دوباره مطرح کرد به برخی اخبار غیر رسمی برمیگره به گمان من، یا احتمالاً که از همین حالا دارن تو مجلس خبرگان برای آقای مجتبی خامنه‌ای بیعت میگیرن و من عدد 56 نفر رو هم شنیدم از محافل داخل کشور. اما این مسئله فقط یک شایعه نیست، یعنی ما نقطه چین حوادثی رو میتونیم کنار هم بذاریم که گویی دارن ریل گذاری میکنن برای آقای مجتبی خامنه‌ای. یکی از مهمترین قرائنش در واقع تخریب سیاسی یا حتی حذف فیزیکی کسانی است که میتوانستن در یعنی نامزدی رهبری سوم باشن یا مؤثر باشن. در ما میبینیم یکی یکی اینها از دور خارج شدن، هاشمی شاهرودی خوب ناگهان مریض شد و از دنیا رفت، صادق آملی لاریجانی رو به شدت تخریب کردن به لحاظ به اصطلاح سلامت اقتصادی و اینا، البته اخباری هم که گفتن دروغ نبود، ولی این که شما بیان یه نفر رو یه دفعه موج سند و اینا علیهش در بیاد و در دوره آقای رئیسی در ریاست قوه قضاییه اکبر طبری معاونش دستگیر بشه، بالاتر نره ولی پایین‌تر بره و در واقع به نوعی گفته بشه که اون دوره همه فساد بود قوه قضاییه و تخریب های دیگری که علیه صدام داریجانی شد، حسن روحانی به همین شکل، حسن خمینی به همین شکل و مهمترینش مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی بود که تقریبا همه فرزندان و نزدیکانش گفتن ایشون به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و من حالا این کداشو توی مقاله آوردم رو کانال تریرومی هم، اسم مثلا هاشمی رفسنجانی بزنید میاد، یعنی اون خدا رو آوردم که مثلا فاطمه هاشمی کی گفته محمد هاشمی از همه آخرتر در واقع گوهربت بعد از ایشون محسن هاشمی که محافظه کار ترین فرد هست در واقع گفت و خیلی های دیگه.
از کسایی که نزدیک به هاشمی بودن. حالا من یه سلسله مقالاتی داشتم در رابطه با نفوذ روس‌ها در بخش اطلاعات سپاه، اینو رادیو فردا در چند قسمت چاپ کرد، اون قسمت‌های وسطیش بود فکر کنم 4 قسمت اگه دقیق یادم باشه چاپ کرد، دومی یا سوم قسمتش بود که آقای علیرضا افشار که از سرداران سپاه بوده و بعد از جنبش سبک جدا شده بود از سپاه، یه توییت زد که من خودم دوره قتل‌های بدون رد پا رو در روسیه دیدم، که من اینو اضافه کردم به اون قسمت آخری که هنوز منتشر نشد. البته بعداً ایشون این رو برداشت ولی اون کامنت‌های زیرش مون خب تصاویرش هم هست و ایشون هم در واقع انکار نکرد، ولی موقع خیلی تحت فشار قرار گرفت. حالا به نظر میاد یکی از این قتل‌های بدون رد پا مرگ غیر طبیعی آقای هاشمی باشه. حالا میخوام بگم این نقطه چینا رو کنار هم بذاریم و یکی هم ریاست جمهوری رئیسی، چون یه موقع یک مثلا تحلیلی بود، گمانه‌زنی و احتمالی بود این که میخواهن آقای رئیسی رو بکنن رهبر روی صحنه، ولی پشت صحنه رهبری دست همین بیت باشه و مشتبه و اینها. خب ما اینجا حالا یه نقبی هم به تاریخ بزنیم، همیشه انتقال قدرت حالا در سلسله های سلاطین که بخش عمده تاریخ ما رو تشکیل میده پر التهاب بوده، گاهی وقت خونین بوده، برادر کشی بوده، عمو برادرزاده به جان هم افتادن. به هر حال هر جا که قدرت و ثروتی جمع بشه در انتقال اون، خوب چه برای حفظش چه برای کسب اون، به هر حال چالش و تنش و رقابت و حذف و برنامه ریزی و توطئه پیش خواهد آمد. حتی در جایی که قدرت ثروت کمتری هم هست نسبت به دربارها، مثلا در بیت مراجع بعضی مراجع فوت میکردن فرزندانشون سعی میکردن به نحوی به اصطلاح میراث آجاها رو حفظ کنند و بیت رو حفظ کنند، به هر حال منبع قدرت و ثروت کوچکتری نسبت به دربار بوده. حالا یه تجربه هم دارن الان که تجربه انتقال از رهبر اول به رهبر دوم که ظاهرا یه توافقاتی بوده یا گفتگوهایی بوده بین سید احمد خمینی، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی و تزشون بوده مثلا رهبری شورایی بکنن و همشون باشن. تو فعل و انفعالاتی که در مجلس خبرگان اتفاق میفته رهبری شورایی رأی نمیاره، رهبری فردی رأی میاره، هاشمی با یک بسیار ترفندی که حالا موقت داریم رأی میگیریم و تا مثلا تدوین قانون اساسی که داشتن بازنگری میکردن، به هر حال آقای خامنه‌ای رو در میاره، ولی هر دو نفر یعنی هم سید احمد هم هاشمی بعدن سرش میبینه کلا رفته، یعنی آقای خامنه‌ای پاشو گذاشته رو گاز و به اصطلاح داره میره جلو و کم کم یک حاله قداستی دورش تنیده میشه، یک تمرکز قدرتی در کنار اطرافش پدیدار میشه و اینا رو دیگه حساب نمیکنه. حالا سید احمد هم که مثلا مرگش مشکوکه، هاشمی هم به همین شکل. حالا آقای خامنه‌ای پدر و پسر این تجربه رو دارن که اگر بیت حفظ نشه طرف از اسب بیفته از اصلم نیفته، یعنی میشه یه سید احمد خامنه‌ای و سید احمد خمینی در حاشیه بود که رهبر بعدی هم میتونه کاملا هستش بکنه. حالا اون موقع این شایبه بود که اینا چون آقای رئیسی خیلی به اصطلاح یعنی بخمس به قول خودمونیش، این شایعه بود که ممکنه این طرح رو داشته باشن، چون مشتبه خوب نه تو حوزه خیلی وزنی داره و نه کار اجرایی کرده، نه مثلا رجل سیاسیه، نه در اون سطح مثلا رئیسی که حالا رئیس قوه بوده و یه مدار تو صحنه عملی بیشتری بوده اینو بکنن رهبر ظاهری، ولی اون پشت صحنه بیت دست، یعنی همون در واقع نیست که آقای خامنه‌ای رو وردارن آقای رئیسی رو جاش بذارن، ولی قدرت دست همون تیمی باشه که تو بیت هست، یعنی همون پیشنهادی که به آقای منتظری دادن و آقای منتظری نپذیرفت، یعنی شما بمون رهبر باش قائم مقام بیا رهبر بشه ولی بیت تو بده دستم. آقای منتظری نپذیرفت و اینا خوب اون توتر رو براش درست کردن و برکنارش کردن. ولی بعد از اینکه رئیسی رو کاندید ریاست جمهوری کردن، ببین تا موقعی که رئیسی رو آوردن آستان بردن آستان قدس بعد آوردن رئیس قوه قضاییه کردن، این گمانه‌زنی پررنگ بود. حتی اون عکس معروفی که قاسم سلیمانی و عزیز جعفری و فرماندهان سپاه انداختن با آقای رئیسی هم میگفتن این بیعت در واقع سپاه با رئیسی، سفیر روسیه رفت دیدار کرد با آقای رئیسی، اینا همه رو نقطه چین میزدن که
برخی در فضای سیاسی که خب مثلا آقای رئیسیه، ولی آقای رئیسی نمادینه، مثلا روز روی صحنه است و پشت صحنه همون بیتی است که قبلا بوده. با رفتن آقای خامنه‌ای هم اون بیت در واقع هیمنه خودش رو حفظ خواهد کرد. ولی بعد که آقای رئیسی رو آوردن کاندید ریاست جمهوری کردن، این از اینجا خب من همون موقع فضای انتخاباتی گفتم یه پوست خربوزه است زیر پای رئیسی و رئیسی رو میخوان خرابش کنن. خب رئیسی اومد رو صحنه، واقعا همین اتفاق براش افتاد. یعنی اومد روی صحنه، حرف زدن بلد نبود، مدیریت بلد نیست هنوز، یعنی کاملا از اون پشت صحنه که اومد روی صحنه گویی که به اصطلاح پرده از چهرهش برداشته شد و اونم به عملا تخریب شد. یعنی آخرین فردی هم که حالا مخصوصا سید هم هست نسبت به بقیه، مثلا نسبت به حسن روحانی که به شدت تخریب کردن تو فضاهای مجازی جریان ولایی، در حدی که باید محاکمه بشه و خب اینم 8 سال اومده، حالا 4 سال اولش یه مدار با برجام اونها یه مدار سرطه قضیه رو همه بود، ولی 4 سال دوم که دیگه مطیع بیت بود خب بعض مملکت خراب شد، همه کاسه‌گذار هم سر اون شکستن و خودش هم جرئت نداشت. حالا گاهی اوقات تیکه میپرون یه تلبیه یعنی چیزی میگفت که با مملکت و همه چی های خامنه‌ای داره میگرد. با آوردن رئیسی خوبی اشتباه محاسبه بزرگی جمهوری اسلامی کرده بگم، ولی یک زرنگی هم شد، همون تیم مشتبه کردم که آخرین نفرم در واقع تخریب کردم. حالا این نقطه چینا رو همه رو کنار هم میذاریم، به نظر میرسه که یعنی این ریل گذاری کامله. حالا البته میدونیم مردم شد حدث هممون این باشه که برای اکثر غریب اتفاق مردم مهم نیست حالا مصطفی بشه، مشتبه بشه، حسن بشه، حسین بشه، خیلی مهم نیست، ولی برای خود نظام مهمه. یعنی اونجایی که یعنی برای اونایی که سر سفره هستن این که سهمشون رو حفظ بکنن مهمه. از طرف حالا برخی هم انتقاد کردن میرحسین موسوی که تو چرا اومدی مثلا روی میراث موروثی شدن ولایت فقیه برخورد کردی، شما اصل ولایت فقیه رو قبول نداری. حالا من نمیدونم میرحسین موسوی الان به این نقطه رسیده یا نه، ولی خب قرائن نشون میده که خب خودش اومد جلوی خامنه‌ای ایستاد و حرفایی که مثلا توی بیانیه آخرش میزد از هشدار به نظام به تقریبا آرزوی خلاصی از نظام رسیده. حالا ممکن راهبرد و برنامه‌ای نداشته باشه یا حتی با آقای خمینی هنوز دلبستگی‌هایی داشته باشه که هنوزم داره و همیشه توی کلامش چیزایی میاد. حالا ما دقیق نمیدونیم که نظر میرحسین این مسئله چیه، ولی اینکه کسی غیر از میرحسین موسوی هم بیاد به ولایت عهدی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای انتقاد بکنیم به معنی نیست که اصل ولایت فقیه رو پذیرفته. از باب گل بود به سبز نیز آراسته شد، یعنی ما کلشونی میخواستیم حالا یه چیزای جدیدم دور برش در اومده. یعنی از این جنبه مسئله مهمه. حالا به لحاظ مذهبی هم خب تاریخ شیعه یه خاطره خونباری از این ولایت عهدی داره، یعنی داستان امام حسن و امام حسین و معاویه و یزید که امام حسن و امام حسین حالا با معاویه به هر حال به یه صلحی رسیدن، ولی قرار بود دیگه ولایت عهدی انتخاب نکنه. حالا به وقایع تاریخی و اینکه اصل ماجرا چی بوده نمیخوام بپردازم. اون چیزی که به هر حال در فرهنگ و اذهان شیعه کلاسیک وجود داره و قرن‌ها برای امام حسین سینه زده، برای مظلومیت شهادتش، اینکه زیر بار ولایت عهدی نرفته یا حداقل زیر بار اجبار برای بیعت نرفته، و این خب تو فرهنگ شیعه خیلی قویه و این یه در واقع ضد اطلاعات یک نوع مشروعیت زدایی از این هست که مشتبه به جای پدر بنشینه، یعنی از این زاویه موروثی. البته تو پرانتز اینم میشه گفت خب بالاخره تو فرهنگ شیعه اینم هست که امام ها پدر و پسری به امامت رسیدن، ولی حالا گفته میشه اونجا بحث ولایت مثل فرهی ایزدی و بحث ولایت و امامت و بحث خلافت و حکومت نیست، و این بخش کمرنگتر تو تاریخ شیعه، یعنی بیشتر فرهی ایزدی و نور ولایت میبینن تو خلافت. ولی مسئله امام حسن و امام حسین و معاویه و یزید در واقع مسئله کاملا سیاسی و حکومتی و این هاست و تو فرهنگ شیعه بسیار بدنام این ولایت عهدی و در واقع مورد انکار و بسیار کراهت قرار گرفته.
حالا از این زاویه خب میر حسین موسوی درست به هدف زد، ولی اینا با تبدیل حجت الاسلام به آیت الله تقریبا جواب میر حسین رو دادن. حالا من نمیگم اینو فقط به این خاطر بود، یعنی اینا خب ریل گذاری از قبل میکردن. خود مجتبی خامنه‌ای دو سال حداقل درس خارج فقه میده، همونجور که مثلا سید حسن خمینی میده، البته میگن درسای سید حسن شلوغ‌تره و مثلا به لحاظ حوزوی قوی‌تره بحثای مجتبی، ولی لاشریتره، یعنی مقامات و اینو با ماشینای آخر سیستم میرن مثلا این روحانیونش میخوان درس خارج بگیرن تو بدنه نظام هستن، حالا یه نردبان قدرت هم هست دیگه و یه مقدار فرمایشی تره. از اون طرف خب حوزه های علمی هم هرچند خیلی محافظه کار هستن، حالا بند نافشون هم به نفت بست شده و این محافظه کارترشون میکنه، اون حالت انگیزاسیونی که دادگاه ویژه روحانیت داره اونم بازم محافظه کارترشون میکنه، ولی در پشت صحنه و در زیر این آرامش و سکوت مصلحت آمیز و محافظه کارانه نارضایتی هم وجود داره، یعنی حوزه اینو پس میزنه. حتی میتونم یادآوری کنم در اول انقلاب که آقای منتظری و قائم مقام رهبری کردن، در که آقای منتظری خب لحاظ فکری به هر حال جایگاهی داشت، سوابقی داشت، سوابق سیاسی داشت، خوشنام بود، مثلا مجتبی خامنه‌ایش کدوم اینا رو نداره. حتی در رابطه آقای منتظری مثلا اون ایشون ولیعهد آقای خمینیه با حالت طعنه و اینها، خب تو حوزه هم حسادت و رقابت برخلاف اون پوسته زهد و تقوایی که کشیدن و در بسیارشون وجود نداره، البته خب در برخیشون هم وجود داره، بسیار بیشتر از روشن فکر هاست. یعنی اون رقابت و حسادتی که تو روشن فکر ها و فعالان سیاسی میبینی تو روحانیت چند برابره. حالا اون لایه ردای تقوا و لعاب دین و اخلاق و زهد و اینا میپیچن که خطرناکتر هم هست. یعنی رسما نمیگه مثلا ما قبول نداریم رقابت میکنیم مثلا، نه لای این که این خلاف شرع است و قرآن و اسلام و تاریخ شیعه با اینا میپیچونن، ولی به اصطلاح این مقاومت و حوزه خواهد کرد. همونگونه که خب مثلا موقعی که آقای خامنه‌ای رو کردن آیت الله، و آقای خامنه‌ای شروع کرد به مرجع شدن و رساله برای خارج و داخل دادن، آقای منتظری در واقع تنها کسی بود، البته تو حوزه خیلی مخالف داشت به جز اون دولتی ها و حکومتی ها و واز و سلاطین که آقای خامنه‌ای رو تایید کردن، حوزه مقاومت داشت ولی جرأت حرف زدن نداشت. که آقای منتظری اون سینزه رجب معروف سخنرانی کرد به که بعد از اون بردنش حصر، ولی آقای خامنه‌ای عقب نشینی کرد، خودشون گفتن که بیت آقای خامنه‌ای در بار آقای خامنه‌ای گفتن نه آقای خامنه‌ای نمیخواد مرجع جهان شیعه بشه، رساله‌هاشو خارج تو منطقه نمیفرسته، رساله‌هاش باید تو داخل پخش میکنه. خب این مرجعیت یک منبع تمرکز ثروت هم هست، یعنی مثلا تو حاشیه خلیج فارس اونسی که تجار شیعه میدن خب یک رقم بسیار بالایی است و اینا خب الان بیشتر با آیت‌الله سیستانی داده میشه. به هر حال میخوام بگم که بحث رهبری مجتبی خامنه‌ای هم چیزی نیست که حوزه ها به سادگی بپذیرن، هرچند به ضرب و زور همه رو به قول معروف تمشیت خواهند کرد و به پشت آقای مجتبی خامنه‌ای خواهند کشان، ولی این یه زمانی میبره. و آقای خامنه‌ای هم خب مثلا از اول که اینجوری قدر قدرت نبود، که خامنه‌ای حجت الاسلامی بود توی مجلس خبرگانی که انتخاب شد برای رهبری، دست در چانه و سر پایین داشت و به خونه مثلا مله حال ملتی که من رهبر انتخاب کنم با یک گریست. حالا اون خامنه‌ای رو مقایسه کن با خامنه‌ای که الان هست، خب زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی در یه فاصله زمانی تقریبا یک نه 30 سال، یعنی کسانی که الان برای آقای خامنه‌ای خودشو به اصطلاح فدایی آقای خامنه‌ای تو سپاه و بسیج و بلاییون و اینا اون زمان اصلا دنیا نیومده بودن که آقای خامنه‌ای رهبر شد. یعنی 20-25 ساله هایی که الان سین زنای آقای خامنه‌ای موقع دنیا نیومده بودن، یعنی یه نسل اینا مغشویی شدن. از این من میخوام حالا جمع‌بندی کنم، این نتیجه راهبردی بگیرم. اگر ما با اون دید عمومی نگاه کنیم که برای مردم مهم نیست، ما اصل ولایت فقیه قبول نداریم، خب این بحث اصلا برامون چیز نداره، اصالتی نداره. ولی اگه با یه دید راهبردی نگاه کنیم که راه خروج از بنبست در ایران ریزش از بالا و فرسایش از پایین، من این در انتهای بحث بهش برمیگردم، ریزش از بالا و فرسایش از پایین،
ریزش از بالا رو ما الان شاهدش هستیم به صورت شتاب، این مرتب افرادی از اون بالا ریخته میشن. حالا در ما از این فاصله زمانی که فرزن مشتبه خامنه‌ای اینا فرزه بالا این اراده رو داره، آیا در تغییر و تحولات جامعه ایرانی پذیرفته میشه پذیرفته نمیشه، خب این پروژه رسوا شده، ولی اینکه آیا شکست هم خورده من مطمئن نیستم. یعنی توازن قوا الان در اون حدی نیست که این پروژه رو بتونه شکست بده، ولی اوضاع احوال ایران بسیار متلاطمه، این توازن قوا ممکن تغییر کنه و در واقع این آرزو به بار ننشینه. ولی فعلا میشه و گفت که اینو دارن پروژهشون پیش میبرن، رسوا شده ولی شکست نخورده. حالا در فاصله بین این که مشتبه نامی رو بکنن رهبر تا این مشتبه تبدیل به قدر قدرت بشه، ما بایستی یه پروژه قداست زدایی حد اکثری رو پیش ببریم، یعنی نذاریم به این راحتی دوباره مشتبه رو بکنن مقام معظم رهبری. در همون ابتدای ریزش خواهد شد، ولی از این طرف کاری که ما میتونیم بکنیم در همین پروژه ریزش از بالا و فرسایش از پایین، فرسایش و جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های مطالبه محور اینا انجام میدن. ریزش از بالا هم افشاگری ها، همین فسادهایی که افشا میشه، ببینید اینا در برابر شعار مثلا آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، رفع تبعیض، آزادی سبک‌های زندگی و رفع حجاب و مخالفت با حجاب اجباری که برای فضای مدنی ما میده یا بخشی از اصلاح طلبان یه موقع میدادن، نیروهای سیاسی مخالف حکومت دارن میدن، اینا بدنه خودشون رو با شعار عدالت و محرومگرایی و محرومستایی و فساد ستیزی و اینا بزرگ کردن، علاوه این دشمنی با غرب و آمریکا، علاوه تعصب روی حجاب، یعنی سه تا پایه‌ها و نوابیس جمهوری اسلامی هستن. حالا این افشاهای فساد آدمای سالم‌ترشون رو دچار ریزش می‌کنه، امثال مثلا وحید اشتری. وحید اشتری خب یه نیروی ولایی جوان و طرفدار ذوب در ولایت آقای خامنه‌ای بود، الان دستگیرش می‌کنن می‌ندازن زندان، امثال وحید اشتری که اومد گفت که قوه قضاییه فاضلاب نظام، ما از اول انقلاب میگفتیم که گفت قوه قضاییه قوه مجریه مقننه نبود که انتخابات بشه، حالا بگیم مثلا غرب زده ها اومدن، از اول دادیم دست مجتهدین، همشون هم انتصابی بودن، ولی الان سر و پاش فساد میباره، قوه قضاییه فاضلاب نظام. حالا من از این اسامی امثال وحید اشتری 7 8 تا تو اسمم هست، تو ذهنم هست، اینا خوب ریزش میکنه. ریزشی های قبلی اصلاح طلبا بودن، خب اینا ذوب در ولایت آقای خمینی بودن دیگه، اینا ریزش کردن. ریزشی های جدید همین دانشجویان عدالت خواه هستن که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم. به هر حال ما اگر اون پروژه یا راهبرد ریزش از بالا و فرسایش از پایین رو باور داشته باشیم، یک بخشی از تلاشمون برای ریزش از بالا باید همین قداست زدایی و افشاگری ولایت عهدی در واقع مشتبه خامنه‌ای باشه. حالا من اینو به عنوان یه نمونه انتخاب کردم، نمونه‌ای که مردم قبول ندارن ولی حکومت خود به ضرب و زور اینو حاکم بکنه. اگر در دوری قبل با تزویر و تدبیر احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و نقل قول خاطرات و اینا خامنه‌ای رو کردن رهبر، این دفعه اونم ندارن، یعنی سپاه و اون اتاق فکر و تاریخ خانه اشبایی که صحبتش بود با برنامه‌ریزی قبلی مثل تقلب انتخاباتی 88 میاد اینو برنامه‌ریزی میکنه. تو انتخابات مجلس خبرگان آخری برخلاف مجلس خبرگان قبلی بخشی از جامعه مدنی هم شرکت کرد برای اولین بار، با همین دیدی که نذاریم این پروژه پیش بره و تغییر، اگر حالا اون موقع دید اصلاح طلبانه بوده که اگر اصلاحی بخواد در حکومت صورت بگیره، ریاست جمهوری بخشی از قدرت رو داره، مجلسی بخشی از قدرت رو داره، ولی بالاترین قدرت هست ولی فقیه. ما رئیس جمهور یا مجلس میانه رو داشتیم ولی رهبر میانه رو نداشتیم، چیزی که مثلا در شوروی اتفاق افتاد، گورباچوف آمد، بخشید خروشوف آمد و اون یه آجر مهمی رو از زیر این بنا کشید، بعد این نقطه چینش با یه فراز و فرودای به خروشوف و به گورباچوف و بعدی ها رسید که اصلا رفت به سمت فرود باشید. حالا با این دید و هاشمی میتونی نقش رو میداره ایفا کنه، هاشمی تو مجلس خبرگان اولیه، یعنی انتقال از رهبر اول به دوم اجماع ساز بود، یعنی میتونست دو سوم رأی رو بگیره، ولی هاشمی در خبرگان آخری اجماع خراب کن بود، یعنی
اون دو سوم نمیذاشت به حد نصاب برسه و اونا اگه میخواستن کسی رو به رهبری برسونن و یه مدار از رأی این یک سوم میگرفتن و اینجا جای چانه زنی باز میشد که به نظر من به همین دلیل سر هاشمی رو زیر آب کردن و اینکه این ریل گذاری کامل انجام بشه. به هر حال یه نمادیست این مورد که مثال زدم به عنوان یه مورد مطالعاتی از اینکه حکومت خرجش رو اساسا مردم جدا کرده و بر اساس منافع یه اقلیتی داره پیش میره. حالا به این بحث و به این جنبندی دوباره برمیگردم. مثال دومم من وقت رو هم در نظر بگیرم بعد این خلاصه تر بگم، بحث مذاکرات هستی و اساسا کلا پروژه هستی. ببینید این جمع شورای فعالان ملی مذهبی ما سال 86 اگه درست یادم مونده باشه، اینجا من دارم مطلبشو، یک جزوه‌ای دادیم اون موقع، ندای صلح و آزادی در شرایط خطیر ملی. همین رو شما سرچ کنید متنش میاد، ندای صلح و آزادی در شرایط خطیر ملی، بله آذر ماه سال 86، یعنی حدودا 15 سال پیش. تو این در واقع بیانیه تحلیلی، جزوه تحلیلی که اون دوستان ما دادن و برخی دوستان ما خب اساتیدی هستن، اساتید دانشگاهی و متخصصی هستن که تو این حوزه کار کردن، اونجا استدلالاش اومده. من میخوام فقط به نتایجش اشاره بکنم، استدلالاشو دوستان میتونن اونجا ببینن. البته این حرفو بعدن خیلی هم زدن که ما اساسا در کشور ایران نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم. حالا اصلا بحث اینو انرژی هسته‌ای نیست و بحث اینو ساختن بمب اتمی از اولین بوده، هنوزم هست و بعدن هم خواهد. ما بلت برخورداری از نفت، برخورداری از گاز و انرژی های تجدیدپذیر طبیعی که ما در واقع نیرو خورشید، باد، آب، ما اینا رو داریم و اساسا نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم که انرژی غیر لازم هست برای ما. بعد حالا فرض بذاریم مثلا انرژی هسته‌ای هم تا حدی مثلا نیاز داریم، حالا تو دنیا مثلا تو آلمان مثلا داره جمع میشه، خیلی کشورهای دیگه به علت مسائل زیست محیطی دارن در واقع این انرژی تجدید پذیر و جایگزین انرژی هستی میکنن، چه برسه به اصطلاح به سوختهای فسیلی. ولی فرض بذاریم که این تحلیل رو بعضی قبول نداشته باشن، بگن نه ما نیاز به انرژی هستی هم داریم، ما نیاز به غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور نداریم. یعنی اینا هر موقع میخوان یه کار خطایی بکنن، به خطرناکی بکنن، لایه ذره های فریبنده میپیچن. آمدن گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. اصلا تو دنیا کسی با این مخالف نبود که بگن شما انرژی هسته‌ای نداشته باشید. خیلی کشورها دارن. گفتن شما غنی سازی اورانیوم در داخل کشور نکنید. شما به اصطلاح حکومت خطرناکی هستید در منطقه و جهان به هر دلیلی که حالا قابل بحثه. غنی سازی اورانیوم در داخل برای کشوری که خودش اورانیوم چندانی نداره، ایران دو تا معدن اورانیوم داره غیر مرغوب هم هست و باید اورانیوم از خارج بخره. از همون شاه هم که کلنگ در واقع این داستانو زدن، شاه هم یک نگاه به اتم، یعنی یک چشمنداز اتمی داشت ولی برنامه‌شون نداشت. این آقای اعتماد که مسئول انرژی هستی بود میگه مثلا من به شاه گفتم میخوایم خلاصه میخوام بمب اتم بسازیم دیگه، شاه تایید نکرد. یه چشمندازشو داشت، یعنی از قرار میشه در آورد ولی برنامه‌شون نداشت، یعنی هیچ برنامه‌ای در این جهت پیش نبود. ولی جمهوری اسلامی علاوه بر چشمنداز برنامه‌ش هم داره و برنامه‌م غنی‌سازی اورانیوم. شما که شاه هم خوب از آفریقای جنوبی اورانیوم خرید با بعضی از کنسرسیوم های اروپایی در واقع سهیم شد، یعنی اورانیوم رو از خارج غنی شدهش رو بیارن و در واقع انرژی هسته‌ای تولید کنن. در ظاهر مثل میمونه که شما مثلا میخوان نون، چند تا نون داشته باشیم بگیم من خودم آرد گندم میکارم، خودم هم آسیاب درست میکنم، خودم هم خند نان. برای چند تا نان کسی نمیره مزرعه گندم بخره و یا بیاد آسیاب، حتی کسایی که مزرعه گندم دارن مثلا 10 تا پارچه آبادی قدیم میامدن یه آسیاب میزدن، کسی مثلا یه 2 هکتار گندم داره اگه آسیاب بزنه میگه یه کاسه زیر نمکاسش هست. حالا شما برای
این که میخواد نیروگاه هستی داشته باشه، مثلا یه چیزی 10 تا 20 تا نیروگاه هستی داره تو دنیا نمیاد اورانیوم غنی سازی خودش بکنه، چه صنعت بسیار پرهزینه است. میره اورانیوم غنی شده را از جهان از تولیدی هایی که چند کشور هستن میخره میاره انرژی هستی تولید میکنه. این که شما برای یه دونه نیروگاه بیان بگی ما میخوام خودمون صنعت غنی سازی اورانیوم داشته باشیم، این اول داستان بود که شما دارین دروغ میگین، فریب کاری میکنید و خسارت بسیار سنگینی که به اصطلاح در این ماجرا ایران دیده، که حالا آقای نامور حقیقی برآوردش اینه که این پرونده و تحریم‌های ناشی از اون 2000 میلیارد دلار به ما خسارت زده. شما به این یک صنعت بسیار پرهزینه را بندازین که نیروگاه اتمی بوشهر میگن برق بوشهر رو نمیتونه بده، چه برسه به برق ایران. بنابراین نشون میده زیر این کاسه نیم کاسه‌ای هست. حالا از موقعی که این داستان دو رفت، حالا اسرائیل‌ها رو دادن، مجاهدین رو دادن، اونا به اینا دادن خیلی دقیق نیست، به هر حال افتاد به مذاکراتی که حالا در 15 سال داره ازش میگذره. و توی این مذاکرات خب دوره برجام گفتیم خلاصه از نصفه ضررم برگردیم، بازم استفاده است و بازم خوبه. و اینا خوب اومدن یه چیزایی رو پذیرفتن از بین بردن، ولی آقای خامنه‌ای یه تعصبی داشت بگه نه ما میخوام غنی‌سازی 367 رو نگه داریم، اونم با یه چیزای بسیار سانتریفیوژای عقب مانده. یعنی آقای خامنه‌ای پاشو گذاشت لای در. اون موقع تعریف سیاسی میگفتن این دیگه برای آقای خامنه‌ای ناموسی شده که مثلا ما زیر بار چیز نرفتیم، ولی بعدها نشون داده شد نه آقای خامنه‌ای پاشو گذاشت لای در که این داستان رو ادامه بده. و بعد دیدیم این غنی‌سازی به 20% و 60% رسید بعد از اون خروج واقعا زیانباری که ترامپ انجام داد، هم از دید منافع غرب بخوام نگاه کنم، منافع تو بخشای اطلاعاتی امنیتی نه سیاسی، اون بخش اطلاعاتی امنیتی اسرائیل هم میگن ترامپ اشتباه کرد. این آقای مهر جاودان فرم که میاد آدم روشنفکر اسرائیلیست میاد میگه بزرگترین اشتباه خروج ترامپ از برجام، هم حالا به اقتصاد مردم ایران لطمه زد، آقازاده ها و حاکم ها که همه شیشون رو به راه به سفره مردم ایران لطمه زد، طبقه متوسط در ایران کوچیک کرد، فشار اقتصادی بر مردم ها بود، از اون طرف هم منافع خود آمریکایی‌ها رو به خطر انداخت. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها پای مذاکره نیومد، غنی‌سازی رو بالاتر برد، کیک زرداش و حجم وزنش رو بالاتر برد، اگه دست فلسطینی‌ها سنگ پرتاب میکردن حالا موشک پرتاب میکنن، پهباد آمریکایی رو زد، پالایشگاه های عربستان رو زدن، یعنی امنیت منطقه تغییری نکرد، بدتر هم شد. و ایران جمهوری اسلامی هم به بمب اتم نزدیکتر شد. همین الان اگه اون موقع غروب هستی 2 سال بود الان میگن زیر 6 ماه. الان تلاش داره میکنن تا ایران توانمندی و دانش هستی و مواد اولیه تولید 1 تا 4 بوم رو همین حالا داره. یعنی چند هفته پیش خرازی گفت، ولایتی گفت، دیگران گفت که ما الان در آستانش هستیم، واقعا هم هستن. ولی خب پروژه ساختن بمب اتم یه پروژه چند مرحله‌ایه، مثل این آبگوشتی که میخوام بار بذاریم باید یه سری مواد اولیه داشته باشین، اینا رو سرجم کنین، تو دیزی بریزین، زیرش آتیش روشن کنین. بمب اتم همین با یه تشبیه ساده همینطوریه. یعنی اینا باید اورانیوم غنی شده داشته باشن، اورانیوم فلزی داشته باشن، چاشنیشو داشته باشن، بعد اینا رو سرهم بکنن، بعد آزمایش زیرزمینی بکنن و همچنین موشک پرتابگرش رو داشته باشن، چون نارنجکی نیست با دست بندازن. و اینا رو جمهوری اسلامی هم توی پروژه موشکیش پیش رفت کرده، هم توی این پروژه. یعنی الان کارشناسا میگه اون مواد اولیه 1 تا 4 بمب در اختیار داره ولی توی ظرف نریخته، این سرهمبندی نکرده. اصلا اینکه خط سرخ اسرائیلی و آمریکایی ها چی هست الان اینجا مسئله است، که آیا اینا رو سرهمبندی کرد خط سرخ که ما دیگه تعاملی میکنیم، برخورد نظامی میکنیم، اینکه آزمایش زیرزمینی و انفجار زیرزمینی انجام داد خط سرخ، کدوم خط سرخ. و دیدیم اسرائیلی ها که اول دانشمند ها و بسیار کارشناس های هستی رو میزدن، این اواخر کارشناس های موشکی هم میزدن. یعنی نشون میده که این دوتا خط داره موازی هم پیش میره. حالا یه سری افراد مؤثر در مسائل منطقه‌ای هم زدن این اواخر.
حالا این داستان بماند، ولی این صنعت هستی با اون فریبکاری که انرژی هستی حق مسلم ماست، مثل فریبکاری که میخواستن برن حکومت بشار اسد رو حفظ کنن، گفتن میریم اونجا با داعش بجنگیم، مدافع حرمیم. برای مذهبی ها میگفتن مدافع حرمیم، اصلا شما کدوم حرم رو رفتید دفاع بکنیم؟ یا رفتیم اونجا با داعش بجنگیم، اصلا موقع که شما رفتیم که داعش نبود. و بعد یکی این سردار رو گفت دیگه، گفت آقای خامنه‌ای ما رو صدا کرد، گفت به بشار اسد رو حفظش کنید. این شما خواستید بشار اسد دیکتاتور آدم کش و کودک کش رو حفظ کنید، لای زرورق دفاع از حرم و اگه با داعش اونجا نجنگیم اینجا باید بجنگیم، در واقع پیچیدید. یعنی اینا تو چه تو جنگ، چه تو هستی، چه تو گروگانگیری و چه توی مسائل بزرگ و کوچک دیگه یه نیت دیگه ای دارن، یک شعار فریبنده میدن مثل عمق استراتژیک و فلان. گاهی اوقات حتی بعضی از مدیون و بعضی از چپ‌های ضد امپریالیست و بعضی از مثلا عظمت طلبای ملی رو هم فریب میدن، یعنی زیر پاشون پوست خربوزه میفته. حالا این صنعت خسارتبار الان دوباره اومده وارد مذاکره شدن. خب یک سیاست خوب، دور اول که برجام تایید شد، اونا اوباما یه اشتباه محاسباتی داشت، آقای خامنه‌ای هم یه اشتباه محاسباتی. اوباما فکر می‌کرد که اگه وارد مذاکره بشن این گام اوله و وارد مذاکرات بعدی هم خواهند شد. این برجام یه که برجام دوسته هم میاد، آقای خامنه‌ای هم یه جمله به نظر من فریبنده گفت و این رمز و کلیدی بود که اونا خواسته بودن و ظریف به آقای خامنه‌ای احتمالاً گفت، آقای خامنه‌ای هم اینو گفت که اگر این مذاکرات مثلا تجربه خوبی باشه ما مسائل دیگر رو هم مذاکره خواهیم کرد. پوست خربوزه بود که زیر پای اون انداختن، یعنی اشتباه محاسبی که اوباما کرد. و اشتباه محاسبی آقای خامنه‌ای هم این بود که ما حالا این اینا یه خورده سرشون گرم کنیم که بگیم بمب اتم نمی‌سازیم و به تأخیری بیاندازیم واقعا این پروژه رو، دیگه اونا تو مسائل دیگه به ما گیر نمیدن. ولی بعد دید که اینجوری نیست و بعد آقای خامنه‌ای اومد گفت که شرکت‌های آمریکایی حق ورود به بازار ایران ندارن، از همون روز خزانه‌داری اوباما تحریم رو شروع کرد، نه خزانه‌داری ترامپ. ترامپ هم سال اولش گفت بیاد مذاکره کنیم، اینا نرفتن، زد به سیم آخر، مثلا گفت که ما هستی که هیچی، همه 11 تا شرط داریم براتون، یعنی اصلا یه نرخی آمد وسط که نمیشه. و خب خروج ترامپ هم گفتیم به ضرر خودشون شد، ایران نه وارد مذاکره شد، جمهوری اسلامی نه فعالیت های منطقه ایش رو کم کرد، فقط فشار اقتصادی به مردمی به اصطلاح تحت فشار جمهوری اسلامی آورد و تا جایی رفتیم که 7 دهک جامعه زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی میکنه. حالا بعد دولت دوم روحانی خوب عراقچی رو فرستادن جلو، ظریف رو کشیدن عقب. حالا من الان فرصت نیست چون وقت کمه، من یه شمه از چیزه بگم که عراقچی گرفته بود، الان دوباره اینا هم اونا رو گرفتن، یعنی هیچ چیزی بیشتری نگرفت. با 6 ماه 7 تأخیر رفتن، گفتن ما باید آماده سازی بکنیم، ما پرونده ها رو بخونیم. بابا همه چی زیر نظر آقای خامنه‌ای بود، مثلا دولت های غربی نیست که دولت بره دولت جدید بیاد کل تیم عوض بشه، هم بیت رهبری همه رو هدایت میکرد و پرونده خونیم. اگه چقدر وقت میگیره 6-7 ماه تأخیر رو بودن و هی نزدیک شدن به بوم. بعد آقای خامنه‌ای هم پاشو توی کفش کرده بود که اقتصاد باید ما خنثی‌سازی بکنیم، تحریم ها رو لغو تحریم هم شد، نشد ما اقتصاد مقاومتی داریم. یعنی یه دولتی رو سر کار آورد که اقتصاد مقاومتی در داخل و جبهه مقاومت رو در خارج پیش ببره، اون دو تا با هم جور در نمیان. شما بگو منطقه رو به هم بریزی خوب اقتصاد مقاومتی دووم نمیاره. و خب با این شعار دیدیم تورم چی شد، فشار چی شد، مجبورن خب از فسادهای خودشون هم حاضر نیستن کم بکنن، مرتب جیب مردم زدن از قیمت بنزین و نمیدونم قیمت آرد و یعنی مرتب سهم مردم به اصطلاح مجبورم. و این خوب به جنبش‌ها و اعتراضات داخلی هم منجر شد. حالا با 6-7 ماه تأخیر رفتن هی نرخ‌های بالا گذاشتن، اصلا کلیه تحریم‌هاش در چارچوب برجام نیست، ما باید راستی آزمایی بود. بعد اومدم گفتم باید سپاه رو از لیست تروریست رو برداریم، که حتی اینم میگن بایدن پذیرفته بوده، چون مسئله سیاسی حالت نمادین داره، خیلی اهمیت نداره. اون مسئله اقتصادی که خیلی از شرکت‌های سپاه تو تحریمن و هنوزم هستن و تو همین قرارداد جدید هم از تحریم خارج نخواهند شد، بخشش خارج خواهند شد. اونا هم گفته بودن به این شرط که شما یه تعهدی بدین که مقامات قبلی و فعلی آمریکا رو هدف قرار نمیدین،
چینا گفتن نه، اونا گفتن نه، اینجا بنبست خورد. حالا راست افراطی تو ایران و یه خونم شیطنت اسرائیل تو دنیا اینو لو دادن. لو چه دادن دیگه؟ بایدن مجبور بود فضای سیاسی انتخاباتی خودش بگه نه ما اصلا چه امتیازی نمیده، و اینم رفت جز اون چیزاییست که ایران با لغم میشینی. حالا من فرصت نیست اگر تو بحثا پیش بیاد میگم بخشی از این توافقات که شنیدم، یعنی بر اساس گفتهایی که آقای باقری کنی توی جلسه خصوصی گفته، ولی در نهایت اینا پذیرفتن که اورانیوم رو برگردونن به 3.67، اینا پذیرفتن که سانتریفیوژه IR6 رو از دور خارج بکنن و دپو کنن، و تا آمریکایی‌ها میگفتن تخریب کنید، اینا قبول نکردن، و دوربینه آژانس هم همه را بیفته، این دوباره کامل همه چی بری زیر کنترل. و دوربینایی که حتی یه من دار داوطلبانه فراپادمانی بود در واقع، حالا جزئیاتش بمانند. یعنی بعد از یک سال یک توافق تأخیری حد اقلی و ناپایدار، یعنی شما یک سال میلیاردها دلار به اقتصاد کشور لطمه زدید، به سفره مردم لطمه زدید، از فساد خودتون که کم نمی کنید، از سفره مردم کم میشه، این همه باعث فشار اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، فقر و فحشا و بیکاری و تورم و و و و شدید، فرار مغزها شدید، حد اقلی یعنی کم در برابر کم. خب این عراقچی هم گرفته بود دیگه شما، اما اولش پس چرا اونجا موقع خرابکاری کرد؟ دولت خودتون چرا با تاخیر اومده دوره همون کارو همون رو پذیرفت و ناپایدار؟ یعنی شما پذیرفتی که دولت بایدن فقط خارج نشه، دولت بعدی میتونه خارج بشه، یعنی اون شرط غیر عقلانی که گذاشته بودین که تضمین بدیم ما خارج نمیشیم، خب اصلا شدنی نیست. حالا آقای عراقچی تو آقای باقری کنی تو جلسه خصوصی گفته بله ما مثلا فقط قول شفاهی بایدن نبود، ما این تو مذاکرات کتبی کردیم نوشتیم. خب این رئیس جمهور بعدی بیاد مثلا خوردن اگه بخواد خارج میشه، و همه اینا رو که دولت قبل هم گرفته بود چرا یه سال وقت ملت گرفتید؟ حالا این تو دی ان ای مدار جمهوری اسلامی به لحاظ رفتار شناسی ما میبینیم انگار تو جنشه، تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای، یعنی در دیرترین و بدترین زمان ممکن عقب نشینی میکنه. یعنی جنگی که میتونست 2 سال تموم شه 8 سال طول کشید. یعنی بعد از فتح خرمشهر و پیشنهادهای زیادی بود هم داخل کشور، یه سری ملیون کردن، هم یه سری نیروهای منطقه‌ای اومدن پا در میون کردن، عربستان گفت ما حاضر هستیم 100 میلیارد دلار بریزیم به یه حسابی، 80% شو ایران برداره، 20% شو عراق برداره، خسارات جنگتون جبران میکنیم، بعد اصلا همه اینو با دعواش و بیشترین کشته‌ها و بیشترین آسیباتون 6 سال بعد دوم اتفاق افتاد، 6 سال بعد از فتح خرمشهر. تو گروگانگیری هم همین بود، موقعی که اونا حاضر بودن کلیه اموال ایران آزاد کنن پله پله، یعنی یه گروگان آزاد کنید به اندازه 52 تا بودن مثلا 2% اموالتون آزاد میکنه و تهش همه اموال ایران آزاد بشه، رفتن قرارداد در الجزایر رو دیر هنگام بستن که نه تنها اموال آزاد نشود، حتی این امتیاز رو به اونا دادن که هر شهروند آمریکایی حق داره از جمهوری اسلامی شکایت کنه و از اموال ایران برداره. یه زنبورداری رفته شکایت کرده بود که به اصطلاح این مزرعه بغلی من سمپاشیری کرده و زنبورای مزبین رفته و اینا ساخت ایران، یعنی در این حد مسخره. تو هر کشوری عملیات شده بود اومدن گفتن اینا چون تروریستای جمهوری اسلامی هم باید به ما خسارت بدن. اصلا من چیزای شنیدم که واقعا شگفت انگیز، و اینا پذیرفتن که کلیه وامهایی رو که از آمریکا گرفته بودن قسطی میتونستن بپردازن یه جا بپردازن. اصلا بعضی نشریات چیزی فدا بودن که اینا از خوشحالی به هوا پریدن که اینا چه احمقایی هستن، وامی که میتونه قسطی بدیش همش رو یه جا بده. حالا این بلاهت ها رو ما دیدیم، حالا پیچیده ترم شدن، ولی اون عمل داره میکنه. یعنی روحانیت اهل شعر و شعار و خطاب است و یه شعارهایی میده، خودش بعد تو قافیهش گیر میکنه، هوادارش رو با اون شعارا تربیت میکنه، بعدا میخواد عقب نشین کنه و کلی توجیه براش بتراشه. این یعنی سیاست تاخیر. این دفعه هم که این تاخیر کاملا به اصطلاح عمدی بود، یعنی اینکه اصلا چرا شما 6 ماه دیر رفتین، چرا هی هر 2 ماه 3 ماه به تاخیر میاندازین،
به نظر من به این خاطر بود که اینا هوس ساختن بمب اتم رو داره، اینا توی مربعی به نظر من گیر افتادن، یه طرف هوس ساختن بمب اتم و اصلا یه نگاه مثلا ماورا طبیعی و وهمالو داره بمب اتم داره، فکر می‌کنم بمب اتم مثلا اینا رو حراست خواهد کرد. خب شوروی با اون عظمت و ده برابرشون بمب اتم داشت فرو پاشید، گولی بود با پاهای چوبی بوله برژنسکی، شما که یه گول بچه هستی پاهاتون رو میپوسیده تر از اقتصاد شوروی. یه زلش هوس اتمی شدن، یه زلش وضعیت معیشتی دشوار مردم و خطر فروپاشی دولت و خطر جنبش‌هایش، یه زلش هم میخوان دنیا رو در واقع تو فضای مذاکرات نگه داره، یعنی بگن مثلا داریم مذاکره میکنیم، یعنی دنیا عبور نکنه از این فضای مذاکره، و یه زلش روسا و اینا هستن و توهماتی که خود آقای خامنه‌ای داره، یعنی توهمات ایدولوژیک و آخر زمانی داره، یه سری نفوذی ها و نفوذ خط نفوذ اسرائیلی ها و روسا هست، یه سری هم اولیگارش های مالی هست، زلش آروم، یعنی این توهمات و این منافعی است که وجود داره، اولیگارش های مالی که پشت دور زدن تحریم ها مخفی شدن، پشت اقتصاد مقاومتی پنهان شدن، پشت حتی جبهه مقاومت پنهان شدن، همه پولایی که تهران میگیرن که به دست هشت و شبی و حزب الله نمیرسه که، بخشش میدن توی، من اینو خبری میگم و گمان زنی نمیگم، من خبر دارم، میاد در کشورهای غربی خونه و زمین و املاک میشه برای سرداران سپاه و برای دلالای اقتصادی میکنه. حالا این مربع در واقع مربعی است که در واقع سه زلش با برجام زیاد موافقتی نداره. توی خود جمهوری اسلامی الان جناحی که حاکم شده یه 4 سال علیه برجام تبلیغات کرده، تا اسم برجام نمیاره، ولی میبینیم یه دفعه آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه برجام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، عین همین جمله، ما نه یک امتیازی بیشتر میدیم نه امتیازی بیشتر میخوریم. خب شما چرا پس 4 سال علیه برجام حرف زدید؟ 8 سال 7 سال وقت ملت گرفتیم، یه سالم میشه. حالا من اینو بخوام جنبندی بکنم در پایان صحبت، این دو نمونه رو، یعنی نمونه به رهبری رساندن مشتبه خامنه‌ای خلاف میل اکثریت مردم و این سیاست خارجی ضد آمریکایی ضد اسرائیلی و جبهه مقاومتی و اینا که تحت پوشش امنیتی، ولی این برای کشور ایران و برای مردم ایران ناامنی آورده، این سیاست اینها، سیاست ضد اسرائیلیشون بیش از همه به نفع خود اسرائیل تمام شده و اسرائیلی ها در واقع الان اعراب متحد اسرائیل شدن، حتی تو منطقه مردمی که تحت تأثیر انقلاب ایران بودن و حتی تا دوم خرداد تو لبنان شدیدن طرفدار جمهوری اسلامی بودن، بعد از دفاع جمهوری اسلامی از بشار اسد اصلا اونم فرو پاشید. حالا با این سیاست ضد ملی که براش توسعه اقتصادی اصل نیست، امنیت نظام و توهماتی که ما میخوام جهان امپریالیسم رو از بین ببریم، استکبار رو از بین ببریم و اینا، خوب اگر ملاک این باشه که اونا در جهان ظلم میکنن، شما نمونه مهمترش در داخل کشور خودتون و با مردم خودتون هستین، اگر اسرائیل خون سر فلسطین رو خراب میکنن، شما سر باهایی خراب، یعنی پس مسئله ظلم و ستم و نمیدونم حقوق فلسطین و این حرفا نیست، شما یه توهماتی دارید و از اینام دکون درست کردید. حالا من خیلی وارد این نمیخوام بشم، یعنی دو تا سیاست، مثالی که زدم در سیاست داخلی بستن همه مبحث‌هایی که برای اصلاح باز شده بود، کم هزینه ترین چیزی که میتونست تو ایران تغییرات ایجاد کنه دوره اصلاحات خاتمی، دوره حتی موسوی اگر میتونست بیاد، خب آقای خامنه‌ای نشون داد که اصلا حکومتش اصلاح ناپذیره، یعنی کم هزینه ترینشون بود، بعدم که اعتراضات مردمی رو سرکوب کرد و خواه خوبون کشیدید، هیچ مفری رو باز نمیذارید. خب این سیاست داخلی. سیاست خارجی هم که خب مردم هر موقع اومدن تو انتخابات شرکت کردن، راه پیمایینا رو نمیگیم شعارهای راه پیمایی، تو انتخابات شرکت کردن به بیشترین کسی که بیشترین رأی رو به کسی دادن که بیشترین فاصله رو با سیاست‌های شما داره، این کسی که میگه ما میخوام با دنیا بجنگیم کمترین رأی میاره، کسی که میگه چرخ سانتریفیوژا به چرخه با چرخ اقتصادم به چرخه بیشترین رأی میاره، مردم با این سیاست مخالف. جنبندی بخوام بکنم میتونم بگم که حالا این خودش البته بحث جدایی است، ولی به صورت خیلی فشرده شرایط ایران الان گفت شده، یه اقلیتی بر اکثریت حکومت
خود حکومت هم قید افکار عمومی رو زده، یعنی میگه که اصلا برای مهم نیست اکثریت مخالف باشه، من با یه اقلیتی هوادار و حامی که اینا هم دستشون باید تو منافع اقتصادی بذارم، چون که خیلی هاشون دیگه اعتماد و باور ایدئولوژیک به نظام ندارن. یعنی اگر اونها دستشون تو کاسه و سفره انقلاب نباشه، اونها هم انگیزه دفاع ندارن. به خاطر همینی که فساد از فساد باید چشم پوشی کنن. آقای خامنه‌ای میگه ما فساد موردی داریم، فساد ساختاری نداریم. نه تنها فساد ساختاری داریم، بلکه فساد عامل بقای نظام جمهوری اسلامی. یعنی اگه فساد رو شما چشم تو هم نذاری، خیلی از پایگاهات از دست میدی. کسایی که الان دور شما موندن حواری و اینا هستن، فسادشون رو چشم پوشی کنی که تا حاضر باشن برای سرکوب کنن. حالا اینا فکر میکنن با یه اقلیتی میتونن حکومت کنن، ولی از دیگه میترسن از مردم. قبلا ترسی نداشتن. جمهوری اسلامی از حکومت اکثریت بر اقلیت، حکومت اقلیت بر اکثریت تبدیل شد. دوم خرداد یه نمادش بود، جنبش سبز یه نمادش بود، اعتراضات کنونی یه نمادش که باعث شده شما یه انتخابات رو ببندی. از ترسی دیگه علی لاریجانی هم رد بود، یعنی دیگه از اکثریت میترسی. و اعتراضات دیماه 96 و 98 تو دل حکومت رو خالی کرد، یعنی نشون داد که به سلام ذهنیت ها داره نظام رو بود میکنه، نه اینکه حالا اصلاح طلب اصولی را. الان ما هم حکومت از مردم میترسه و مردم از حکومت میترسن. حالا یه موقعی اعتراض میشه، شورش میشه، عده‌ای پیشتازن، خط شکنن، اینا هستن، ولی هم متأسفانه در اکثریت نیستن. حتی تو جنبش معلمان که یه جنبش مطالب محور قوی است و خوب ایستاده، بسیاری از معلمان شرکت نمی کنن. حالا من بحثی که با هم گفته بکنیم اشاره میکنم که جنبش های اجتماعی در چه صورت میتونه موفق باشه. این جنبش ها خوب ریل گذاری درستی داره میشه، ولی هنوز توازن و قوا به نفع حکومته، یعنی هنوز حکومت قدرت سرکوبشو داره. ولی دیگه حکومت هم از مردم میترسه، همون که مردم از سرکوب حکومت میترسن. این شرایط رو گفت کرد. حالا این گفت چگونه باز میشه؟ آیا از طریق صندوق رای باز میشه؟ نه، اشتباهی که استاد طلبان میکنه، حتی آقای تاج‌زاده که حرفای شجاعانه میزه، ولی راه حلش هم راه حلای قدیمیه. ما فشار بیاریم انتخابات باز بشه. راه مسدود و بسته شده انتخابات رو با خود انتخابات نمیشه باز کرد. آیا با مثلا تحریم خارجی، حمله خارجی باز میشه؟ خارجی تا الان تحریم میکنه ولی حمله نمیکنه. حتی ترامپ بعد از زدن پهپاد دیدیم نمیخواد حمله نظامی. الان هم که یه تجربه افغانستان و عراق و نیم افغانستان در واقع فرار کردن از افغانستان، ترامپ رفت با همین طالبان مذاکره کرد، بایدن همین با عجله و نیروهاشون برداشتن اومدن بیرون. تو عراق هم همینجور از منطقه میخوانستن در واقع تا حدی عقب نشینی بکنن و کردن. بنابراین راه تحریم هم که خب 7-8 سال تحریم های 4 سال تحریم های خیلی شدید خب جواب نداد. نه که هیچ تأثیر نداره، اینا تأثیر داره ولی تأثیر راه بردی نداره. و اینا هم نشون دادن که قدرت‌های غربی خب مسئله منافع مسئله اصلیشونه، مسئله امنیت مسئله اصلیشونه، حقوق بشر مسئله چندمیشونه و به راحتی هم دور میزنن، حتی پایگاه های خودشون دور میزنن. تو افغانستان ترامپ رفت با طالبان مذاکره کرد، اصلا اشرف غنی خبر نداشت، نمی‌دونن تو مذاکره چی می‌سره. اونا از طرف دولت افغانستان تعهد دادن 5000 تا طالبان رو از زندان آزاد می‌کنن. بعدم که اصلا بایدن با عجله اینا قرار بود شریک قدرت بشن، نه اینکه بیان کل قدرت رو بگیرن. این مذاکره رو این بود که طالبان و دولت بیان با هم دیگه شریک در قدرت بشن. اونا گذاشتن قرار کرد. جاهای دیگه هم دور زدن. این اپوزیسیونی که بخشی از اپوزیسیونی که نگاه به ترامپ و نگاه به غربی داره، اونا رو هم دور می‌زنن. یعنی برای اون مسئله هست. شما همین الان مگه حرف تبادل اسدالله اسدی نیست؟ اون هم دید منافع خودشون، امنیت خودش، حقوق بشر چهارم پنجم رو براشون. بنابراین این نگاه به بیرون، بله یه جنبش اجتماعی وقتی قوی بشه، خارجی هم در حمایت ازش صف میبنده. اصلا لازم نیست شما بری خواهش رو التماس کنی ازشون. اگر یه جنبش اجتماعی قوی باشه، حمایت بین المللی هم لازم داریم، کمک هم لازم داریم، همه اینا خوبه. ولی اینکه بری با اونا تکیه کنی، اونا بیان نیابتاً انقلاب کنن، مثل اینه که نامه می‌نویسن برای چای جمع‌کران مسائلشون رو حل بشه، یه تام نامه می‌نویسن آقای ترامپ مسائلشون حل بشه. خب این در واقع یه روانشناسی پشتشه، یعنی یه روانشناسی استیصال که ما کاری نمیتونیم بکنیم، مردم زورشون به حکومت نمی‌رسه، ما بدبخت، ما بیچاره‌ایم، باید امام زمان بیاد یا یه نفر از اون ور بیاد مسائل ما رو حل کنه. خب اینم که جواب نداد و بازم آقای ترامپ یا امثالش بیاد بازم جواب نمیده. و
بنابراین چیزی که باقی میمونه همین که گفتیم، ریزش از بالا و فرسایش از پایین. یعنی این راه نسبت به راه‌های دیگه، هیچ راهی الان قول معروف همه مسیر مهالوده، هیچ کی نمیتونه بگه راه من قطعا جواب میده، چه از اون کسایی که میگن آقای خامنه‌ای رو نصیحت کنیم آدم بشه، چه اونایی که میگن با آقای خامنه‌ای هشدار بدیم یا حمله کنیم نقد کنیم زیر ولی چتر گوندسوس، زیر چتر نظام جمهوری، چه ما مثلا دوستان ما که میگیم تحول‌خواه هستیم، میگیم فشار اجتماعی بیاریم، اون فشار از پایین چانه زنی از بالایی که روشن فکریش و عجاریان و همسالان میگفتن واقعیش اینه، فشار از پایین و چانه زنی از موزه قدرت، کاری که نلسون ماندلا میکنه تو آفریقای جنوبی، کاری که لخپالستان میکنه تو لهستان. یعنی شما بر اساس یه قدرت اجتماعی چانه زنی، چانه زنیم نه برای اینکه دو تا سیاست چو عوض کنه، اصلا ساختار تغییر کنه. حالا من اسم اینو گذاشتم تحول خواهی. فکر می‌کنم یه جلسه‌ای هم در خدمت دوستان چند سال پیش زمانش یادم نیست همین بحث تحول خواهی رو مطرح کرد. اگه ما مثلا 40 تا کشور تو دنیا تغییر کرده باشه نظامش، یه دو سه تا اصلاحات، سه چهار تا انقلابه، بقیه‌اش همین تحول خواهیه. یعنی یه جور نیروی اجتماعی قوی حکومت رو، بذارین با این عبارت بگم، اصلاح طلبا می‌خوان حکومت رو حفظ و اصلاح بکنن، براندازا میخوان حکومت رو شکست بدن، تعبول خواهن میخوان حکومت رو تسلیم کنن. شما شکست بدین یعنی کل مردم علیه کل حکومت، ولی شما تسلیم بکنین یعنی شما میتوانید حکومت رو وارد مذاکره بشید اگه بخش عاقلی توش مونده باشه. حالا یه زمان به اصلاح طلبا گمون میشد، حالا ممکنه بخش تو سپاه اینا آدمای پراگماتیستی ان، روحانیت هم پراگماتیسته، فقط باید زور قوی جورش باشه، زور خارجی قوی عقب نشینی میکنه، زور داخلی هم اگه قوی باشه ممکنه عقب نشینی بکنه. من جمله من بگم اگر اجازه بفرمایید، تقریبا اگه بتونید در عرض دو دقیقه آینده جمع‌بندی کلی رو مطرح کنید که ما از دوستان بخوایم شرکت بفرمایید. بله بله، من جنبند اینه که این گفت موقعی باز میشه جنبش اجتماعی در ایران قوی بشه، ما هیچ راه دیگری غیر از این نداریم. یعنی نه راه صندوق رای باز خواهد شد، نه راه فشار خارجی به اصطلاح تکیه بر خارجی میتونه راه رو باز بکنه. ما هیچ راهی به جز تحول خواهی، به جز فشار جنبش اجتماعی، طیف گسترده داریم جنبش، من الان واردش نمیشم، ریزش از بالا و فرسایش از پایین، اگر این اگر رو تو گیرمی میزن راه برون رفتی از این بنبست باشه، این ریل گذاری درست داری خواهد. خیلی ممنون از تحمل دوست. خیلی ممنون جناب علی جانی، بسیار استفاده کردیم از تحلیلی که فرمودید، از قفلی که مطرح فرمودید و اینکه از چه طرقی واقعا میشه شروع کرده باز کردن این قفل. از طریق صندوق رای فرمودید نمیشه، از طریق حمله خارجی یا تحریم خارجی امکان پذیر نیست و باید فشار از طریق جنبش های اجتماعی صورت بگیره. من ضمن تشکر مجدد از شما جناب علی جانی دوست دارم که خسته نباشید بهتون بگم و از دوستانی که دوست دارن در این بحث شرکت بکنن، مطالبی دارن که میخوان مطرح بفرمان، لطفا دستشون رو بالا بفرمان که من اسامیشون رو یادداشت بکنم. انشالله هر دوستی که مطلبی برای گفتن داره زمان مطرح کردنش رو به 3 دقیقه محدود میکنه و انشالله شما بتونید اینها رو گونه به گونه جواب بدید. من با اجازتون اجازه بدید که تا شما یه لیوان آبی نوش جان میفرمایید من نگاه بکنم که چه کسانی در این برنامه هستن و دوست دارن که شرکت بفرمان. اجازه بدید ببینم از خانم، فکر کنم شکوفه خانم وکیلی که دستشون رو بالا کردن شروع خواهیم کرد. اگر کسان دیگری هم هستن که مایل به شرکت در این بحث و مباحثه هستن، مناظره نه مجادله، ولی جناب مهدی ذوالفقاری همینطور بعد هستن. جناب قدرشناس، من یه نکته رو فقط اشاره بکنم که جناب دستاشون بالا باشه که ما ببینیم کیا دستاشون بالایی، که ترتیب تو خود به حساب زوم مشخصه به ترتیب که کسانی که دستاشون رو آوردن بالا، که راحت تر خواهد بود برای انمیوت کردنشون یا فرستادن کماند انمیوت. اگه دستشون بالا نگه دارن بهتره. اگه دوستانی که میخوان صحبت کنن از خانم شکوفه وکیلی که اسمشون آوردم و همینطور جناب مهدی ذوالفقاری، دستتون رو بالا نگه بدارید همینطور که
دوستان فنی ما بتونن شما رو در زمان مناسب به اصطلاح میکروفونتون رو باز بکنن. جناب علی جانی شما قربان، آب نوشیدید قربان، گلوتون رو تر کردید، انشالله که خسته نباشید، خیلی واقعا استفاده کردید. اگر اجازه بفرمایید من شکوفه خانم از شما شروع میکنیم. بفرمایید عزیز، میکروفونتون باز هست. با درود سلام خدمت آقای علیجانی میکنیم و تشکر میکنم از سخنرانی شما، بسیار آموختیم. و سوال من اگر یعنی دلایلی که این جنبش های اجتماعی ما نمیتونه اون قوام و دوام رو داشته باشه، اینو میخواستم اگر ممکنه یه مقداری راجع به این صحبت کنید، چون واقعا در طول این سالها به طور متناوب این اتفاق افتاده ولی هر دفعه با شکست روبرو شده، یا خب خسارات جانی وارد شده، یا زندانی شدن، یا تبعید شدن، یا فرار کردن. خب این میخواستم اگر ممکنه راجع به این بیشتر صحبت کنید. خیلی ممنون. من سوالا رو تک تک جواب بدم یا چند سوال یه بار جواب بدم؟ سنتتون چطوریه در جلسه؟ خاطر اینکه الان تعداد سوال کنندگان زیاد نیست، شما میتونید تک تک پاسخ بدید. نشد که اضافه شد به سوال کنندگان میتونیم ارنج کنیم. بله بله خواهش. خانم اریکا چنووت و با همکاری آقای الان اسمشون فراموش کردم یه کتاب دارن الان تو ایران داره ترجمه میشه راجب جنبش‌های اجتماعی. خودشون تئوریش اینه که اگر 3.5% مردم یه جامعه ای وارد یه جنبش خشونت پرهیز بشن، و خودشون خوب ابتدا فیلم کرده جنبش‌هایی که دست به زور و خشونت نزنند موفق نخواهند شد، ایشون ۳۲۰ تا جنبش و خیزش کار کرده، میگه اگه 3.5% جامعه وارد یک جنبش خیابانی خشونت پرهیز بشن احتمال بسیار زیادی به موفقیت میرسن، و اینو البته باید وارد صحنه بشن، صحنه رو ترک نکنن و خشونت پرهیز باقی بمونن. اگر خشونت پرهیز بمانند 4 برابر بیشتر نیرو جذب میکنند و 2 برابر شانس موفقیتشون بیشتر خواهد شد. من این خودم دیدم تو کف خیابون تو جنبش سبز، وقتی که شعارها تند میشد خیابون خلوت میشد، پیاده روها شلوغتر میشد، یعنی یه دیگه خارج میشدن، یعنی دیگه به سرا نمیکشیدن شعارهای تندتر. البته خوب عکس‌العمل پلیس و حکومت هم نقش داشت، وقتی شلیک میکردن یا با چوب و شما میزدن خونی بیرون میزد هیجان بالا میرفت و شعارا تندتر میشد. ولی به هر حال ببینید، من عامل چند عامل رو اگه بخوام بگم، عامل اصلیش خوب سرکوب واقعا، یعنی اینها در هم شورش های خیابانی که حالا اسمشون جنبش نشود گذاشت، خیزشن، شورشن، هرچی هستن، و اینا حق مردمه، یعنی مردم ناراضی وقتی که میبینن به اصطلاح صداشون شنیده نمیشه، از سهم سفره اونها مرتب زده میشه، قیمت بنزین یه دفعه 300% اضافه میشه، در حالی که مثلا در دولت 76 با یه شیب ملایمه داشت قیمت بالا میرفت، خیلی کارشناسی پذیرفته بودن و آروم آروم قیمت ها بالا میرفت، با عوام فریبی دوره احمدی نژاد اصلا جلوی این افزایش قیمت رو گرفتن، و این یه دفعه جمع شد و از اون طرف هم هیچ نهاد مذهبی و سیاسی و تبلیغاتی و اینا هیچ کدوم حاضر نیستن سهمشون بدن، بنابراین نهایت باید دست در جیب ملت کرد. خب این مردم حق دارن اعتراض بکنن، شورش بکنن. خب الان هم اسناد و مدارکی هست، بیشتر خشونت حالا نمیگم 100%ش کار خودشونه، یعنی یه بخش مهمی از خشونت ها. من همین امروز یه ویدئویی دیدم که در یه پادگانی ثبت شده و دارن آموزش سرکوب اعتراضات مردم میدن که چجوری اونا سعی میپرانن، چجوری شما مثلا بزنید
و قبلا هم یه ویدئویی بود که و یه نواری هم بود که آموزش میداد که چگونه نیروهای نظامی انتظامی آدمای خودشون بفرستن داخل تظاهرات و اینا رو هدایت کنن به مقاصدی که میخوان. و تو همین اعتراضات آبان 98 خب ویدئوهایی هم در اومد که از پایگاه بسیج دارن چوب و چماق در میارن بزنن شیشه‌ها رو بشکنن، شیشه‌های بانک‌ها رو بشکنن. بعضی ویدئوها هم خب که در اومد دیگه دارن میزنن شیشه ماشین رو میشکنن، شیشه در خونه رو دارن میشکنن. حالا این عامل فریب و سرکوب به نظر من عامل اصلیه، یعنی حکومت هر چیزی رو که قابل پیشبینیه داره میزنه. مثلا احزاب رو واقعا کنترل کرده، احزاب داخلی خیلی کم امکان فعالیت دارن، یه بیانیه های نیم بندی مثلا بدن، بعضی گرایش ها و تفکر ها کسی امکان جمع شدن ندارن، امکان بیانیه دادن هم ندارن. جنبش دانشجویی رو تقریبا مهار کردن، البته به دلایل مختلف، حالا بخشش سرکوبه. من خودم با دوست نفس از بچه دانشجو کار کردم، رابطه داشتم. هر دوره دانشگاه خب هر 4 سال 6 سال دانشگاه یه بار میچرخه، این نسل عوض میشه، این احزاب نیست که همه مادام رو بودن، میچرخه. و این یه دوره سرکوب میشدن مثل 18 تیر، اون نسل دیگه اعتراض نمیکرد، یعنی انگار مرعوب شده یه مقدار. نسل بعدی که میومدن و سرکوب ندیده بودن و فقط شنیده بودن، اینا دوباره در واقع یه هیجانی و حرکتی تو دانشگاه می اومد. ولی دانشگاه ها رو به علت آرمان‌گرایی و جوانی و همه اینها همیشه یک چشمه جوشان بوده، یه وجدان بیدار بوده به قول بعضیا تو جامعه. چون دانشگاه وقتی میاد میتونه خیلی از نیروهای اجتماعی رو وسط بکشه، شعارها رو از شعارهای پوپولیستی به سمت شعارهای واقع بینانه تر و روشنفکری تر و مترقی تر ببره. خب اینا با پولی کردن دانشگاه، وقتی دانشگاه خیلی پولی میشه، گزینش ها قوی میشه، سهمیه ها بیشتر میشه، حتی خانواده هم ترمز بچه ها رو میکشن. من خودم مخصوصا دانشجو دختر میگفتن که مثلا خانواده خیلی ما رو مهار میکنن. یکی از چیزان این که مثلا ما خانواده همون چیکار کنیم، بیان شما فعالیت سیاسی نکنیم میرید دانشگاه. حالا وقتی هزینه سنگینی برای کلاس های کنکور میدن یا برای مدارس خصوصی میدن، این محافظه کاری و ملاحظه کاری بیشتر هم میشه، یعنی ترمز خود خانواده ها میکشن. مثل ایرانیایی که داخل کشور مثلا رفت و آمد دارن، خب ملاحظات بیشتری دارن تا ایرانیایی که همش خارج از کشور. اینا خب ما به لحاظ روانشناختی باید در نظر بگیریم. و بخشی هم خب ما تجربه، یعنی عامل سرکوب، عامل موازی سازی، یعنی سعی کردم مثلا موازی سازی بکنم برای همین معلم ها، سعی کردم موازی سازی بکنم برای اتحادیه کارگری. همینجور خب موازی سازی اول انقلاب میگیره ولی الان دیگه نمیگیره. ولی عامل سرکوب عامل مهمیه. یه عامل هم خب عامل های اجتماعی و روانی خود ما مردم هست، یعنی ما تو کار جمعی مشکل داریم، یعنی تو روش های حل اختلاف، روش های رقابت، روش های حل مشکل. ما ببینیم مثلا همین الان 5 تا کانون معلمان داریم، سازمان صنفی معلمان، کانون صنفی معلمان. البته الحمدلله تو فراز نشیبایی که در چند سال اخیر داشتن اینا به هم پیوستن، شروع همانگی درست کردن، معلمان تونستن به یه جنبش سراسری تبدیل بشن، واقعا یه الگوی موفقن جنبش معلمان. ولی ببینید جنبش معلمان رو مثلا نقطه زنی میکنن به قول خودشون، تا الان دو سه نسل این شورای صنفیشون رو زدن، دوباره افراد جدیدی آمدن. به قول عزیز قاسم‌زاده هنرمند گیلانی که سخنگوی کانون صنفی گیلان هم هست، در یه سخنرانیش میگفت که شما هر کی رو گرفتین ما جایگزین شدیم. حالا خود عزیز رو گرفتن، قاسم‌زاده رو، یه عده جدیدتری آمدن. ولی مثل یک مثلا نیروی برانداز به قول خودشون، یه جنبش برانداز و چریکی دارن با معلم‌ها برخورد میکنن. بازداشت انبوه معلم ها در به ویژه استان فارس و استان کردستان یعنی شگفت‌انگیز بود، این همه بازداشت. به هر حال من فکر میکنم که این جنبش ها در مسیر صحیحی قرار گرفتن. ما باید تبلیغ، تشویق و حمایت بکنیم، بلندگوی اینها بشیم. سخنگو خودشون دارن، ما میبینیم برخی نیروهای اقتدار طلب در خارج از کشور که میخوان مثلا فقط رهبر خودشون مطرح باشه،
جنبش معلمان رو میکوبن، یا فرزن شخصیت هایی که شکل گرفتن. الان اینا ببینید مثلا فعالین حقوق بشر تو ایران چند تا چهره جهانی دارن، حتی جنبش معلمان چهره های خودشو داره، کارگرها چهره های خودشون دارن، و این به نفع آینده ایرانه. یعنی ایران خوب ملت نفتی بودنش، سوابق دیرینه استبداد، استبداد خیزه. ما در مقابل استبداد و جامعه مدنی قوی داشته باشیم، قوه قضاییه مستقل داشته باشیم، احزاب قوی داشته باشیم، رسانه‌های آزاد داشته باشیم، و مهمترینش همین جامعه مدنی، احزاب و اصناف و نهادهای مدنی، اینا باید قوی باشن. یعنی جلوی دیکتاتوری بتونه اینا بایستن، اعتراضات کارگری را بندازن، اعتراضات معلم‌ها را بندازن. ولی به هر حال من مسیر رو و جهت رو مثبت میبینم، عامل سرکوب رو خیلی قوی میبینم، برخی ضعف ها، رقابت ها، برخی تفرقه افکنی ها، نفوذی ها، من شما بهش معلم ها میبینم که میرن و سعی میکنن که مثلا مانع برخی شعارها بشن، یا حتی مثلا میان از طرف اطلاعات سپاه میگن شما اگه شعار رضا شاه روحت شاد بدید ما دو تا مینیبوس براتون آدم میاریم. اصلا اینو ربطی به سلطنت ندارن. یعنی نیروهای سلطنت طلب نرفته این پیشنهاد رو بدن، اینو اطلاع سپاه رفته داده که از این عکس بگیره بقیه معلم‌ها رو بترسونه، بگه که اینا وابسته به خارجن و اینا جنبش صنفی و سیاسی کردن. و یعنی میخوام بگم از همه این ترفندا دارن استفاده میکنن. ولی ما از اون طرف بخوام بگم ما هیچ راهی بجز این راه نداریم. با آزمون و خطا هم جامعه ایران، وجدان جمعی ما به همین نقطه رسیده، فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. یعنی شعاری که دارن میدن از وجدان جمعی جامعه در اومده. حالا به قول معروف ما محکوم به این هستیم که این مسیر رو ادامه بدیم، تشویق کنیم، گفتمان سازی بکنیم، و خب نهادسازی هم داره میشه تو معلمات و بازنشسته ها. خب بازنشسته هاشون سر کارم نمیرن، شعارشون تونتر از معلم هاست، معلم های خوب ملایم تر شعار میده. معلم ها البته تشکلشون سراسریه، بازنشسته ها هر وزارت خونه ای اکثرا زیر نظر سازمان تعلیم اجتماعی هستن، اینا با هم ارتباط دارن، ولی الان از اون بالا دارن به هم وصل میشن. بخشی از این جنبش ها دارن با هم مرتبط میشن. البته حکومت هم بسیار سختگیرانه برخورد میکنه. حالا اگر حکومتی که نخواهد در واقع تحول رو بپذیره، بایستی انقلاب رو بپذیره، این سنت تاریخه، و اگر این نبود حکومت به این آقایون نمیرسید. خیلی ممنون جناب علی جانی. اگر محبت بفرمایید، چون میخواییم که افراد بتونن شرکت بکنن، اگر جوابتون رو به 3 دقیقه محدود بفرمایید خیلی ممنون میشیم. جناب علی جانی، جناب ذوالفقاری عزیز، نوبت شماست، فرمان بفرمایید. خیلی متشکرم. درود بر شما و دوستان عزیزم که در جلسه هستن. آقای علی جانی، من به عنوان یه فعال سیاسی همیشه خوب صحبت‌های خیلی از کسانی که صحبت می‌کنن در جاهای مختلف در تلویزیون‌ها و غیره و غیره، مطالبشون توی سایت‌های مختلف دنبال می‌کنم. من شما رو حالا قسم این نیست که یک آوانسی بدم، نه، معقول‌ترین اون افرادی می‌بینم که حالا بعداً توضیحشون میدم که اون افراد چه نقشی دارن و چه کار می‌کنن. من می‌خواستم از شما قبل از اینکه سوالم بکنم خواهش بکنم این خودتون رو تعریف کنید. وقتی که تو معرفی شما، اتفاقا امروز هم همین معرفی شد، به عنوان ملی مذهبی، خوش بدین، اینو تعریف میکنید، این یعنی چه؟ یعنی این که اصلا به من چه مربوطه که شما چه مذهبی دارین، چه دینی دارین، چه ایدئولوژی دارین؟ حالا آیا ملی تعریف درست خوش؟ یعنی تمام کسانی که در واقع برپایی منافع ملی و در واقع سعادت اون محدوده خاکی که ما توش هستیم به نام ایران، همه علاقمند به اون هستند و برای در واقع نوعی بهتر شدن همون مملکت و مردمش در درونش فعالیت میکنن، به اینا میگن آدمای ملی، که خب میشناسیم ما تاریخ خیلی طولانی هم داره. ولی این ملی مذهبی رو در واقع شما توضیح بدین یعنی چی؟ یعنی کدوم به کدوم میچربه، یا اساسا چه نقشی داره این مذهب شما؟ که حالا من چه مذهبی دارم یا ندارم، چه ربطی به شما یا به من داره؟ این یکی. حالا سوال خودم، ببینید شما، من میخوام سعی بکنم کوتاه بکنم چون میدونم وقت نیستش، چون خیلی سوال دارم، البته امیدوارم که یه موقعی بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. البته که شما از ریزش صحبت میکنید، از ریزش از بالا. آیا این ریزش نیروهای مسلح هستن که در اختیار جمهوری اسلامی هستن، یا نه بر این باور هستید که خود مردم باید در واقع یا ارکان مملکت باید ریزش بکنه؟ اگر ریزش مسلحانه است که خب به حال خیلی مطرح هم است، درست هم هستش،
آیا باور داریم به مبارزه مسلحانه توده‌ای که باید یه نوعی در واقع این ریزش انجام بشه که نیروهای مسلح بیان به طرف مردم و با مردم در تقابل با دیگر سخسران در واقع جمهوری اسلامی مبارزه کنن، یا خیر، یا اینکه اساساً باوری به مبارزه مسلحانه ندارین، یا در واقع میخواین بشینید انقدر ریزش بشه؟ یه مسئله تو زبون فارسی ما داریم که میگن تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. یعنی میخواین زمانی رو بر خودتون به وجود بیارین که خب یه موقعی امیدوارم اگر به قول خود شماها ان شاء الله این بخواد این انجام بشه، خب مردم هم میان و نیرو مسلحانه میان و این تغییر توازن قدرت از بین میره. یا اینکه اساساً باور به این دارین که در واقع همین نیروی مسلح بیان در درون مردم و علیه حاکمیت اصطلاح سرسخت جامعه یا حاکمیت مبارزه بکنن. و یه خیلی کوتاه هم بگم، این تعریفی که ببینید شما میکنین در مورد بازم خودتون در مورد این مسئله اصلاح طلبان، من عذر میخوام، اصلاح طلبان من یه مش کلاهبرداران سیاسی، من میام شما رو جدا میکنم از این مسئله، کلاهبرداران سیاسی میکنم، از خود آقای رفسنجانی بگیرید تا خود آقای موسوی و دیگرانی که آقای روحانی و دیگرانی که دنباله در واقع حفظ خودشون در قدرت بودن میکنن، خودتون واقعا تو این جور مسائل روشن کنید که برای لااقل برای من روشن باشه. خیلی متشکرم. من ببخشید اصلا قسم واقعا توهین نبود، همین خواستم فقط برام روشن بشه، چون تو مسائل سیاسی هاچ آدم روکتر باشه بهتر میتونه بفهمه. خیلی متشکرم. ممنون جناب ذوالفقاری، ممنون عزیز از لطفتون. جناب رضاخان قربان در خدمت شما هستیم عزیزان. دو تا قسمت مهمی رو سوال کردن رو، یکی ملی مذهبی تعریفش از نظر شما چیست و دیگه منظور از ریزش از طرف بالا شما به چه منظوری و به چه مفهوم این رو میگیرید؟ بله، حالا شما فرمود 3 دقیقه بگم، خب سوالو خیلی به قول معروف آب میبره همون ملی مذهبیش. ببین ملی مذهبی اسم تیم باشگاهی ماست، ما که نمیم تیم ملی باید اسمش ملی مذهبی باشه. یعنی ماها ما یه جریان هم مثل یه تیم میگم فمینیست هم. بقیه خب اون دغدغه رو ندارن یا مثلا اون تفکر اصلا قبول ندارن، اونم حق دارن. معنا نیست که ما میگیم فمینیستیم پس بقیه چی، یا ما سبزیم طرفدار محیط زیست هستیم مثلا میخوام ایدمون رو به همه تحمیل کنیم. نه، ما ها یه جمعی هستیم، هم ملی هستیم هم مذهبی. ملی به این معنا که ما به هویت و منافع ملی معتقدیم، ما به اینکه مردم ایران همشون شهروندای یک کشورن، یعنی هیچ تبعیضی نباید باشه. تو سیاست خارجی به منافع ملی معتقدیم، نه سیاست خارجی که مثلا بخواد ناسیونالیسم ایرانی رو پیش ببره با اون نگاه قدرت ایران کهن رو زنده کنیم، یا سیاست امپریالیستی رو پیش ببره، یا سیاست جبهه مقاومت آقایون رو پیش ببره. ملی مشخصه، حتی مثلا پیرمردای ما نسل قدیم ما، حالا من که نهضت آزادی نبودم ولی نهضت آزادی هم گفتم ما ایرانی مسلمان و مصدقی هستیم. یعنی بازرگان گفت که آقای خمینی ایران رو برای اسلام میخواد، من اسلام رو برای ایران میخواد، یعنی من ایران برام اصالت داره. حالا ما یه عده هستیم، ما ملی مذهبی هستیم، بگمان من فردوسی هم مثلا ملی مذهبی بودیم، و بخش زیادی از جامعه ما هم مذهبی هستن هم ملی هستن. این مذهب ما چون مذهب بریم تو حکومت، یعنی به اصطلاح ما مذهب در واقع احزاب مختلف ایدئولوژی های مختلف میتونن داشته باشن، لیبرال باشن، سوسیالیست باشن، نمیدونم سبز باشن، فمینیست باشن، ناسیونالیست باشن، هرچی هر عقیده‌ای دارن. ملی مذهبی هم که رایش سوسیالیستی دارن، سوسیال دموکرات هم دارن، ولی هر حزبی بر اساس هر عقیده ای تشکیل بشه، مهم اینه که برنامه‌شو به رأی مردم بذاره، ایدئولوژیشو باید پشت در دولت بذاره. هر ایدئولوژی داره تو جامعه مدنی، عرصه سیاسی، حوزه عمومی میتونه بحث کنن، رقابت کنه ایدئولوژی‌ها با هم. اینو هم مهندس صابی با یه زبانی میگفت،
چلی نباید وارد حکومت بشه. هم آقای بشیریه با یه زبان دیگه میگه، هیچ ایدئولوژی تو جامعه مدنی با هم رقابت کنن، ولی هیچ ایدئولوژی وارد حکومت نباید بشه. البته ایدئولوژی تو برنامه‌ای که میدن ایدئولوژیشون تاثیر داره. یه جریان راست خوب اقتصاد دیگری می‌نویسه تا یه جریان چپ. یه جریانی که حواسش به مولتی‌زیست است تو برنامه‌اش این منعکس میشه. یه جریان سوسیال دموکرات، یه جریان لیبرال، هر جریانی خلاصه اون عقایدش تو برنامه‌اش منعکسه. برنامه رو باید به رأی مردم بذاره، نه ایدئولوژی رو. یعنی حکومت نباید دین رسمی، ایدئولوژی رسمی داشته باشه. بنابراین جا برای همه هست. و ملی مذهبیام اصلا بحث مذهب در برابر مذهب سنتی مطرح شده، در برابر مذهب اقتدارگرا مطرح شده، ولی این یه اسمی است که ما رو خودمون میذاریم. ما که میگیم این اسم میخوام به همه تحمیل کنیم، یا این اسمو ببریم تو حکومت، ما یه برنامه داریم، هر کسی هویت و ایدئولوژی ما رو قبول داشته باشه خب عضو حزب ما میشه، ولی همه کسایی که رأی میدن که عضو اون حزب نیستن، اون برنامه رأی میدن، طرفدارای یه حزب معمولا میرن به حزب خودشون، و این خوب در همه جای جهان هست. اون اصلاح طلب، من تو عمرم هیچ کدوم اصلاح طلب نبودم خودم، من تو دهه 60 زندان بودم، به اصلاح موقع برانداز بودیم، الانم تعبود خواهم، ولی از اصلاحات حمایت میکردیم و فکر میکردیم اصلاحات میتونه به نتیجه برسه. آقای خامنه‌ای نخواست، مردم هم عقل به اصلاح عقل عملی میگه ما از راه کم هزینه تر میریم، نشد راه پر هزینه تر میریم. گرهی که با دست میشه باز کرد با دندون باز نمی کنن. این وجدان یعنی اکثریت جامعه رو این مسیر رو طی کرده. حالا یه اقلیتی از اول مخالف بود، اصلا مخالف اصل انقلاب بود، این مخالف اصلا کل حکومت بود. من عقاید هر کسی محترم، من خودم دهشه از برانداز بودم، تو نشریه‌مون ما یه گروهکی بودیم به اصطلاح چهار سرنگونی میدادیم، ولی بعد دیدیم زورمون به حکومت نمیرسه و با آرمان خواهی و شعار دادن مسئله پیش نمیره، باید توازن قوا رو تغییر بدیم. بنده از یه نشریه، چون نشریه مخفی مینوشتم، مثلا 1000 تا تیراژ داشت، اومدم تو نشریه علنی ایران و فردا نوشتم که 60,000 تا تیراژ داشت. اونو ما به دوزکی یواشکی پخش میکردیم و حکومت اوین میگرفتن میبردن اوین، طرف تو ولی ایران و فردا میومد دم دکه 50 تومن میداد میخرید میرفت خونه دراز میکشید نشریه رو. واقعا ما بخشی از اون حرفایی که مثلا ما یک نشریه داشتیم تثلیث مسیحایی، سه بعد راهی بخش تو به قول معروف این گروه هکم تئوری مبارزه اجتماعی تشکیل داد، موقعی که من سردبیر ایران فردم این همین تعبیر رو این همین بحث رو بودیم. حالا یه خورون به قول معروف چیزایی که شعارهایی که علی آقای خمینی میداد اون موقع از توش برداشتیم، تئوری مبارزه اجتماعی تشکیلات تثلیث مسیحایی، یه تجربه بود بهش رسید. حالا ما به قول نرگس محمدی اصلاحات عهد ما نبود، راهکار ما بود، جواب نداد. من تعبول خودم تعبول خواه تعریف میکنم، نه اصلاح طلب نه برانداز. اون ریزش هم ببین، من گفتم ریزش از بالا فرسایش از پایین. ما واقعا منتظر ننشستیم که اون بالایی ها بیان، ولی ما استقبال بکنیم. دیر آمدی ولی خوش آمد. من تئوری مینه به اصلاح طلب هم همینه. خب این اصلاح طلب همه بادجوهای دهه 60 ما بودن، دهه 60 وزارت اطلاعات دست اینا بود دیگه، اصلا آقای حجاریان دوستانش اینا بودن دیگه، آقای ربیعی و اینا بود. ولی من معتقدم باید یه چتر بزرگی گذاشت که از مؤتلفه تا مشروطه‌خواه توش بگنجه. هر کسی که جنایت و غارت نکرده، هر کسی جنایت کرده یا غارت کرده باید به دادگاه جواب بده. منظور از مؤتلف تشکلش نیست، اون تفکر یه مذهبی سنتی بازداری، اونم میتونه آزاد باشه، مجاهدش هم نمیدونم مشروط خواهش هم باید آزاد باشه. در چارچوب یه قانون اساسی مورد توافق ملی همه باید حتی فعالیت داشته باشه. من از این تئوری دفاع میکنم. حتی در برابر این گول بزرگ استبداد ما باید بیشترین چتر رو نمیام ائتلاف کنیم، ولی همسو عمل کنیم. تو انتخابات 1400 مگه همسو عمل نشود؟ هر کسی تو از جایگاه خودش تو انتخابات تحریم کرد. من فرضیم اینه. مبارزه مسلحانه رو نه من قبول ندارم. یعنی وقتی کار حالا یه موقع جمهوری اسلامی خوب کار آخرش ممکنه به خشونت بکشونه، ولی اینکه مبارزه مسلحانه مشق مسلحانه نه. چند تا کشور تو دنیا از اون مبارزه مسلحانه به نتیجه رسید؟ میگم یکی دو تا سه تا بیشتر کشور بشه مثال زد، ولی از طریق تغییر توازن گو از جمله حالا از طریق مسلحانه بوده. کنگره ملی آفریقا یه مدت کار مسلحانه میکرده، ولی از طریق مسلحانه پیروز نشده، توازن قوا تغییر کرده، حمایت بین المللی بوده، چندشاوری تبعیض نژادی بوده، اینکه خود
حکومت سفید پوستا وابسته به سرمایه‌داری جهانی، وابسته به غرب و حساببری بیشتری داره توی دیکتاتوری و جمهوری اسلامی و نمیدونم ونزوئلا و اینا که گوششون به دکار غربی و حقوق بشر نیست، ولی حکومت غربگرا نهایتا تسلیم میشن مثل همه آفریقایی. بنابراین من فکر میکنم اون ریزش نیروهای مسلح رو ما باید استقبال کنیم. حتی ریزش هم یه جایی این معنا نیست که مثلا یه انقلابی در جریانه و اونا میان میپیوندن، این بخشی از قضیه است. بخشیش اینه که نه، تو همون جایی که ایستاده میان مذاکره میکنه با نیروی که در حال ایجاد تغییره. و این ریزش هم واقعا جدیه. یعنی ببینید وقتی سردار همدانی میگه ما برای سرکوبی جنبش سبز اراذل و اوباش آوردیم، یعنی کم آوردیم دیگه، یعنی کم آوردیم، ریزش کرده. وقتی شما میخواد برید مثلا تو از بشار اسد دفاع کنید، حمایت کنید، شیعیان پاکستان و افغانستان و عراق و اینا رو یه بخشی با فرهنگ شهادت یه بخشی هم با پول میبرید، یعنی نیرو کم آوردید، نیرو خودتون دیگه نمیاد. بنابراین این ریزش شدی ها رو به اسم میشه برد. مثلا مهدی نصیری، یعنی حرفاشو مقایسه کنید با 10 سال پیش، محمد نوریزاد نمیدونم، و خیلی، یعنی واقعا خیلی، وحید اشتری تو جووناشو، میلاد اودرزی حالا نصف نیمه است، همین برادر آقای زیبا کلام، سعید زیبا کلام، صادق نسعید، اینا جریان عدالت خواهی که آمدن حتی به آقای خامنه‌ای نامه نوشتن آقا بیا تو دانشگاه جواب بده مثلا این تو نهادهای زیر دست شما چی میگذره. و اینا کم کم به این نتیجه رسیدن بابا ما رو با شعار عدالت فریب دادن، مرکز فساد تو بیته. شما صحبت‌های سردار حکمت رو گوش کنید، ما توی مجله میهن، حالا من سردبیرش هستم، ما اینو از نوار پیاده کردیم منتشر کردیم، میگه مثلا این فسادایی رو که به شما میگم کلتون سوت میکشه، مثلا با این تعبیر میگه همه اینا خوب رد پاشو میگیریم میرسیم با آقا، اگه شما میخواه اصلاح کنی بیت خودتون بکن. یه سردار جنگ اینو داره میگه. بسیاری از اینها الان مسئله دارن، حالا جرئت نمیکنم بگم ولی ریزش کردن و ما باید استقبال کنیم. این دیدی که مثلا یا اینایی که کودتای 28 مرداد، یعنی تاریخ رو یه جا نگه داریم، یه تو 28 مرداد نگه داشتن، یه تو انقلاب 57 نگه داشتن، همه 57 یاد از اتوبوس پایین، همه طرفدارای 28 مرداد سه نسل گذشته همه از اتوبوس پایین، نمیدونم اونایی که اصلاح طلب بودن از اتوبوس پایین. خب دیگه کی میمونه مثلا آقای بیدین، هر کسی خودش میمونه، علی مونه با حوزه، شاهزاده مونه با یه عده، نیمه مسئول عجبی مونه با یه عده، به اصطلاح فلان شخص میمونه با یه عده، در برابر یه دیکتاتوری بسیار سنگین استبداد دینی، دیکتاتوری که حاضر کل مملکت رو آتیش بکشه برای حفظ خودش، ما دوچار این تشتت و دوچار این به اصطلاح شرط گذاری ها شد. من بازم تاکید میکنم منظور من ائتلاف نیست، منظور من همسو عمل کردن. خیلی ممنون. خیلی ممنون جناب علی جانی. ما حدود 6 نفر دیگر هست که میخوان صحبت بکنن و اگر اجازه بدید جواب‌ها رو محدودتر بکنیم و سوالات رو هم شاید دو نفر با هم بپرسیم که شما در یک نوبت جواب بفرمایید. جناب ناظری قربان، در خدمت شما هستیم عزیز جان. خیلی ممنونم آقای علی جانی، خوشحالم که شما رو می‌بینم. و من صحبتی که با شما دارم، شما دو موضوع رو پیش کشیدید، یکی مسئله برجام، دیگری هم مسئله است که شما به عنوان ولیعهدی مجتبی خامنه ای. من معتقدم که مجتبی خامنه ای چه سر کار بیاد چه نیاد، چه برجام در ایران به یه جایی برسه یا نرسه، جامعه ما با یه انسداد روبرو شده. یعنی یک جامعه ما داریم که در برابرش دولتی قرار گرفته که اجازه رشد نیروهای اجتماعی رو نمیده. و اگرم به تاریخ نگاه کنیم، هر دولتی که در برابر رشد نیروهای اجتماعی ایستاده محکوم به فنا بوده. اولینش دولت رومه که باخت به بربرها. خب ما در یه همچین جامعه ای داریم زندگی میکنیم. شما یک قسمت از جامعه ما رو نشون بدید که در این جامعه ما واقعا ما بتوانیم با این رژیم، یعنی بخشی از یعنی در این رژیم در برابر رشدش قرار نگرفته باشه. تمام قسمت های این جامعه رو
به هر نحوی نگاه کنید، خانوم ها میخوان برن باش برن استادیوم، انواع و اقسام چیزها، وضعیت قضایی. ما امروز امنیت قضایی نداریم، امنیت محیط زیست نداریم. شما دونه به دونه بکشید جلو، ده ها خیلی زیادتر از این هاست، خیلی زیادتر. این بعد این که ما جامعه همون تا به حال نیروهای اجتماعی نتوانسته اون گونه عمل بکنه، به خاطر این است که جامعه ما یک جامعه عقب افتاده تره. ولی اگر این نیرو، اگر یه همچین دولتی بخواد همین سیاست در یک کشور پیشرفته تر انجام بده، بلا فاصله اون دولت چی میشه؟ ساقط میشه. ادامه این حرکت در جامعه، ادامه این حکومت در جامعه ما تا اندازه زیادی منوط به آگاهی شهرمنداش داره که متاسفانه پایینه. اگر با این دید ما بریم جلو که من اعتقاد بهش دارم، شما چگونه میخواید تحولگرایی کنید؟ چی رو میخواید متحول شید؟ چگونه میخواید با این رژیم کار بکنید؟ چجوری؟ چجوری شما میخواید کار بکنید؟ مثلا من چند وقت پیش از اینم تو کلاپاس گفتم آقای مشرب خامنه‌ای بخواد بیاد سر کار، راه باباشو میگیره یا عکسشو میگیره؟ اگه عکسشو بگیره که باباشو نرف کرده، اگه ادامه بده چه فرقی میکنه؟ که باید ادامه بده، چون عکسش انجام بده یه رفرم تو جامعه ما بیاد رفته. این دولت نمیتونه رفرم بده، رفرم طلب نیست. این است که شما کسانی که میان میگن ما تحول میخوایم، ما میخوام با این رژیم به اصطلاح سعی کنیم که ساختار مثلا انتقاد ساختاری به این رژیم دارن، چه جوری؟ تا کی شما و افرادی مانند آقای تاج‌زاده؟ من تمام کوششم برای اینه که امیدوارم ایشون آزاد بشه و باید از آزادی ایشون دفاع کرد. تا کی؟ بس نیست؟ تا کی میخوان این اصلاح طلبا به یه همچی چیزی ادامه بدن؟ من واقعا موندم. شما به من بگید چی رو میخوان متحول بشید؟ خیلی ممنونم از لطف جناب عالی، امیدوارم بازم شما رو در این کانون ببینم. خیلی ممنون مهدی خان. من از دوست عزیزی که آیفون فقط اسمشون هست دلم میخواد که ایشون هم خودشون رو باز کنن، آنمیوت کنن که صحبت ایشون رو هم بشنویم و بعد به جناب علی جانی برسیم. بفرمایید جناب. بله، بنده برقعی هستم. بعد جناب محمد برقعی عزیز ببخشید اسمتون رو، من فقط آیفون رو دیدم. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. قربان. مدام کامپیوترم خراب شده بود، نمیتونستم چیکار کنم، میبرم بالاخره با همین تلفن تونستم بیام تو مسئله. خیلی خوش آمدید جناب برقعی. بله جان، خیلی خوشحال. ولی که انشالله میتونم توضیح بیشتری بدید در این مورد که جامعه ما الان از یه بابتی درست همون افراط و تفریط فوق‌العاده شده رو داره به صورت تاریخی. حالا اینقدر مثلا به مذهب بدبین شده که هر کسی اسم مذهب باشه گوه هر که ریشتلو بابای منه. این حالت این شکل انجام میشه و به من بگن این نیروها که آیا میدونن که از اولین گروه هایی که مسئله جدایی دین و حکومت رو مطرح کردند همین ملی مذهبی ها بودن؟ که شما یه نمونه شفتیم به زندان، مهندس بازرگان و غیر ذالک. این بنابراین روشن بشه که این یه هویت شماست. دوم که جامعه ما بالاخره جامعه است. آمریکا هم همینطور، همه جا همینطوره. یه هویت مذهبی داره، یه هویت ملی. بنابراین نمید سلب هویت خودش رو بکنه و بگه اون رو. دوم من دیدم که در تعاریف باز دوره خشبینانه اصلاحات رو با تحول خواهی قاطی میکنن و چوب اصلاحات هم میزن روی تحول خواهی و آلترنتی هم که بر تحول خواهی میخوان بیان چیه غیر براندازی و چگونه میخوان براندازی بکنن. اما سوال من
یا توضیحی که من از شما میخوام. یکی اون بیت رهبری رو که فرمودید اون حلقه رو، من متاسفانه اون موقع کار نمیکرد، مثلا من نفهمیدم که اونا کیا بودن. دوم من هم توی کش و قوس همیشه این هستم که آیا مردم میتونن کاری بکنن در نظام سرکوب و چگونه برمیخوزن. یک چیزی ما در حتما میدونید، ما میگفتیم که الملک یبقا بالکفر ولا یبقا بالظلم، و ملک به حساب کفر میمانه ولی کم با ظلم نمیمانه. من این رو الان میبینم به این شکل، زمان شاه هم میجی بود، الان هم یه شکلی هست. شاه فقط انگ دولت رو تون بخوره، مردم رد دون میکنن، مهم نیست به چه حالت داشته باشه. من دو نمونه شرط کنم، آقای شجریان رو ممنوع کردن در خواندن و اون قهرمان خوب ما شد. یکی از افتخارات آواز ما آقای افتخاریه. یک کلام وقتی که رفت از آقای احمدزاده احمد نژاد تعریف کرد، یه مرتبه همه برقدش برگشت. همینطور راجع به شاعر بزرگ تاریخی ما کمال تبریز هستن، یا شاعر رفت غزل سرای معروف مطروح شد به عبارتی. این هم تو کشتی هم ما داریم، کشتیگیرانی که مخالفت کردن مشهور شدن، کشتونان که موافقت کردن سردنش میبینن. فرمانی این هست. اگر شما فقط امیدوارم این روشن بکنید، اگه ما لجوجی بکنیم، یک سویه بدیم، بگیم نه اینی که من میگم فقط هست، به شکلی که من میگم هست، در این شکل مذهبی نباید صحبت بشه. نه اینکه مذهب هزار بار روشن کرده نیروهای ملی مذهبی از اول که ما خواستار دخالت دولت، دخالت مذهب در دولت نیستیم، ولی ما خجالت نمیکشیم اگر بخوام اسم گروه چپ رو برای خودم ببریم، بله خجالت میشم اگر این نیرو مذهبی. این هویتشون هم هویتشه دیگه، چه فکر میکنه. به هر حال امیدوارم به توی مقدار بیشتر روشن بکنید و امیدوارم این مسئله خط‌کشی بین اصلاح طلب و برای چیز رو روشن‌تر بکنید تا این دوتا با هم قاطی نشن. خیلی ممنون. جناب جلیلی، علی جلیلی در خدمت شما هستم. بله خیلی ممنون از هر دو دوست عزیز. آقای برده‌ای کمک کردم به پیش بود. بس ببینید، من حالا از همین تحول خواهی به اصلاح طلبی شروع کنم. واقعا ختمش جداست، یعنی این دوگانه اصلاح و انقلاب دوگانه عقب مانده تو علوم سیاسی، یعنی شاید مثلا از حداقل بعد از فروپاشی شوروی این دیگه دوگانه شکسته شده، یا اصلاح یا انقلاب. نه، این واقعا به سگانه تبدیل شده. بحث اسقلاب اومده، بعد بحث گذار اومده، بحث توسعه همه جانبه اومده. یعنی این دوگانه دوگانه عقب مانده است، ولی با حافظه تاریخی ما یه مدار مت شده. یعنی مثلا اصلاحات دوره خاتمی، انقلاب 57، ما یا این کارو باید بکنیم یا اون کارو. و من گفتم در مثالای تاریخی اقلی از تغییرات در جهان اصلاح طلبانه یا انقلابی بودن، اکثرشون تحول خوانه بودن. یعنی تحول به معنی حفظ حکومت نیست. حالا من از اینجا فقط فرمت بحثم کلیات شو بگم، این ما خط مشی سیاسی رو دو تا شاخص تعریف میکنیم، هدف و خط مشی. هدف تحول خوان گذار از جمهوری اسلامی، جدایی دین دولت. آقای برقی هم گفتم، ملی مذهبی ها بارها این رو گفتن که به اصطلاح جدایی دین و حکومت رو بارها گفتن. ببین اصلا اصل حکومت دینی اصل شریعت، ملی مذهبی شریعت باور نداره. این شریعت یه سری احکام بوده قدیما، باید همیشه اجرا بشه. اصلا این شریعت رو سیال میدونه، اصلا معتقد اینکه قانون بایستی بر اساس عقل و خرد امروز قانون باید تصویب بشه. شریعت که خب مثلا ما دوره تاریخ خودش
همون موقع نقش پیشگامی داشته در دور خودش. حالا من این بحث تئوریک نمیخوام بکنم، من پایان‌نامه کارشناسی ارشدم رو هم بحث زنان هست و نشون دادم که این فرمت در زمان خودش چقدر آوانگارد بوده، نه حالا از تحلیل خودم، از کسایی که تحلیل تاریخی کردن، ولی همون چیزی که در زمان خودش آوانگارد بوده الان به یه چیز ارتجایی به صورت ضد حقوق زن تبدیل شده. یعنی شما دینامیسم از تاریخ بگیریم و فریزش بکنین، هر اندیشه، اندیشه چپ هم همین میشه، فمینیسم هم همین میشه، دموکراسی هم همین میشه، خب یه سیری داشته دیگه. دموکراسی با لیبرالیسم اولش با هم نمی ساختن، به قول آنتونیو گوپیو اینا دو قلوهای ناسازگار بودن توی فرایندی، اصلا الان ما تفکیک بینشون وارد نیستیم. حالا اون نگاه تاریخی رو برداریم که اصلا ما همه چیز رو به اصطلاح فراتاریخی اشتباه تحلیل میکنیم، ولی به هر حال ببینید اصلاح طلب ها هدفشون، هدفشون حفظ حکومت و اصلاح حکومت از طریق انتخابات، یعنی هدف مشخص، خط مش مشخص، براندازه هدفشون براندازی حکومت، یعنی همه مردم علیه همه حکومت، روششون هم حالا مثلا اعتراض مردم و بخشی از براندازه، نه همشون، بخشی از براندازه خب حامی چیز هم هستن، تحریم و مثلا جنگ هم هستن، بخشی از براندازه فکر کن خیلی از دوستان جبهه ملی، دوستان آقای بنی‌صدر، خیلی از چپایی که همچنان تفکر ضد امپریالیستی دارن، 200 و چند تاشون نامه به ترامپ نوشتن گفتن آقا کارای ما دخالت نکن، اینا هم ضد ارتجاع هستن، هم ضد امپریالیسم هستن، اینا براندازن، ولی خانه حمله خارجی و تحریم هم نیستن. حالا براندازی هم مثلا یک کلمه شد مختص انگار مثلا مجاهدین سلطنت طلب، اینجوری نیست، ولی خب اینا صداشون بلندتره. ولی برانداز ها از هر نهلی خواهان، یعنی سیاست ورزی از روز بعد از سرنگونی آغاز میشه، ولی تحول خواهان میگه نه، سیاست ورزی از همین حالا تو جنبش اجتماعی معلم ها کارگر و زنان آغاز شده است. اونا میخوان حکومت رو حفظ کنن و اصلاح کنن، اینا میخوان همه مردم علیه حکومت، حکومت رو سرنگون کنن. تحول خواهان میگه نه، ما بر از با جنبش اجتماعی حکومت رو عقب میرانیم و تسلیمش میکنیم. کاری اتفاقی در آفریقای جنوبی افتاد، در پرتغال افتاد، در شیلی افتاد، در لهستان افتاد، در آفریقای جنوبی افتاد. یعنی اینا اکثرا حکومت، یعنی آخرش دکلرک و ماندلا صندوق رای گذاشتن وسط با اصله که کنگره ملی که پیروز نشد، لهستان لخوالستان و حزب کمونیست صندوق رای گذاشتن وسط، آلمان شرقی هم اینجور شد، پینوشه پدیروف صندوق رای گذاشت وسط، جبهه ملی داخل کشور میگه شما بیاین زندانیا رو آزاد کنید، آزادی احزاب رو بدین، یک انتخابات رو آزاد بذاریم زیر نظر یه مجمع داخلی. حالا اینا همش آرزواندیشی ها، هم براندازی آرزواندیشی، هم تعبولخواهی آرزواندیشی، هم اصلاح طلبی آرزواندیشی، ولی ببینیم کدومشون پاشون بیشتر رو واقعیته، رو زمین سفته. من فکر میکنم تعبولخواهی، و اساسا این که بگیم تعبولخواها میخوان حکومت رو حفظ کنن اصلاح کنن به اصطلاح برداشت درستی نیست. حالا اصلاح طلبی ساختاری هم یه تناقضی توش هست، شما این هم تو هدفش هست هم تو خط مشیش هست. شما ساختاری هم چیشو میخواد اصلاح کنی؟ و این ساختار باید تغییر کنی، به اصطلاح سرنگون بشه، باید گذار کنیم ازش، بعد با چه خط مشی؟ دوباره میخواد با از طریق انتخابات ساختار رو عوض کنی؟ تو شما هایی بشین آقای خامنه‌ای رو نصیحت کنی، آقای خامنه‌ای اصلا شما رو عددی نمیدونه که. بنابراین تحول خواهی با اصلاح ساختاری هم یکی نیست. تو جهانم یا حکومت‌های که سخت بودن اینجوری یا فرو پاشیدن، این شوروی جنبش مدنی قوی نداشت، از درون فرو پاشید. مثلا گورباچوف و کاگبه، بخش غالب کاگبه سر کار بود. خیلی کشورها اصلاح طلب از درون وزارت اطلاعات چون در اومدن بیرون سحجاری ها. بسیاری از اصلاح طلب ها و به اصطلاح رفرمیست های بلوک شرق سابقه امنیتی دارن، پشت صحنه بودن، میدونستن حکومت اینجوری نمیمونه اگه تغییر نکنه، ولی سرعت تحولات از سرعت توافقاتی که اونا داشتن جلو زده. یعنی اینا اومدن مثلا گفتن حالا اینجوری کنیم، پروسریکا کنیم، الاسنوس کنیم، فلان کنیم، ولی سرعت تحول اصلا فرمون از دستشون در آورده. و این چیزی درسی است که جمهوری اسلامی گرفته. هاشمی رفسنجانی یه بار گفت ما اشتباه شما نمی‌کنیم، اگه فضا رو باز کنیم رفتیم، که دوستمون هم به درستی گفتن اگه رفرم کنن رفتن. اما من مشکل و ناآگاهی مردم نمیدونم. معدل جامعه رو بگیریم، جامعه ایران یکی از روشنفکرترین و پیشرفته‌ترین جوامع مدنی خاورمیانه رو داره. من مشکل رو در بحران انگیزه میبینم، نه بحران آگاهی. یعنی ما مشکل بحران انگیزه داریم. ببین دهه های گذشته اندیشه چپ و اندیشه مذهبی اینا نیروی فداکار تربیت میکردن. الان 10 تا بسیجی با موتور میان یه جنبش سبز رو به هم میزنن.
البته تو اعتراضات دی ماه و آبان 98 اینجوری نبود، مردم هم اونا رو زدن به اصطلاح، یعنی جلوشون ایستادن. حالا اگر این پیوند بخوره جون پویش های اجتماعی که تو ایران داریم، ناراضیان اقتصادی، ناراضیان سیاسی و ناراضیان اجتماعی. ناراضیان اقتصادی بیشتر معیشت مسئلهشون، ناراضیان سیاسی حقوق بشر، رفع تبعیض، و ناراضیان اجتماعی سبک زندگی، حجاب اجباری و و و. جوانان نقطه اتصال اینا با هم هستن، معلمان نقطه اتصال اینا هستن. حراسی که اطلاعات از جنبش معلمان داره میگه جنبش معلمان یه پاش تو روشنفکری، یه پاش تو مردم عادیه، و اینو باید ما بزنیم. حالا اگر اینا به هم پیوند بخورن، بعد واقعا اینجوری نیست که هیچ حرکتی تو ایران نیست. شما خانم منصور شجاعی، من پیشنهاد میکنم دعوت کنین همین الان براتون تعریف کنین جنبش زنان الان تو ایران. درسته مثل اون موقع تو خیابون نیستن، ولی مثل مویرگ دارن تو کل جامعه پیش میرن. یعنی جامعه ایران زیر این سقف استبداد، ولی واقعا یه جنین زنده ایست داره میتپه، کشمکشی بین جامعه را تعریف جامعه شناختی می نمید اشتم این بوده. جامعه ایران از یه جامعه ناموزون که از اواخر دوره صفویه و قاجاریه شروع میشه، قاجاریه شروع میشه ببخشید، اواخر قاجاریه شروع میشه، یه جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی از اوایل دهه 60 60 شمسی تبدیل میشه به یه جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرن. یعنی جامعه دیگه از دست روحانیت در اومده. یعنی ریاست جمهوری بنی سعد، اگه مجلس، اگه سرکوب دهه 60 نبود، ما اتفاق سال 76 و سال 66 می‌داشتیم، 10 سال جلوتر. سرکوب 10 سال عقب انداخت و جامعه مدنی ایران شروع کرده طناب کشی به حکومت. آقای خاتمی معلول این بود، علتش نبود که یک انفجاری در اعماق جامعه اتفاق افتاد، موجای رویی شد، اصلاحاتش رو دوام خورد، حکومت انسداد ایجاد کرد، شد جنبش سبز انسداد ایجاد کرد، شد در یه بخش دیگه شد اعتراضات. یعنی اینا مقاومت جامعه ایران و فاصله اینا هی کمتر شد. یعنی مثلا نگاه هم جامعه ایران جامعه ناامیدی نیست. اگر از بالا نگاه کنیم بله حکومت هی داره سبز، ولی از مقاومت پایین نگاه کنیم، شما الان جنبش زنان دیگه اصلا تعداد اسامیشون، اصلا زندانیان سیاسی در ایران اگه مثلا دهه 70 میشد شمرد آدماشو، الان اصلا انقدر زیاد شده کسی از شمارش در اومده. ما زندان بدترین جای جمهوری اسلامی که من زنده هم 60 بودم، هم دهه 70 بودم، دهه 80 بودم، اصلا واقعا پیشرفت کرد. این جامعه مدنی عقب زد حکومت رو. دهه 60 رویا بود کسی از تو زندان مثلا بیانیه بده، مثلا مصاحبه کنه، نمیدونم مقاله بنویسه ترجمه کنه بده مثلا خارج از کشور چاپ بشه. الان نصرالله لشانی از تو زندان اوین مقاله از تبعیض‌های مینویسه خارج از کشور چاپ میشه، بیانیه جمعی میدن، تو حیات سرود جمعی میکنن. یعنی ما این چیزای امیدوار کننده رو باید ببینیم. من واقعا بحران ناآگاهی نمیدونم، بحران سرکوب میدونم و بحران انگیزه. گفتم ده اندیشه چپ و اندیشه مذهبی نسل فدا به قول مود ایجاد میکرد. الان خب یه مقدار خود من حالا میگم شهروند، زایش شهروند و سوژه، این سوژه فلسفی و شهروند سیاسی در جامعه ایران به دنیا اومده، ولی یه خورده ناقص الخلقه است. من اینو یه مقاله نوشتم، ناقص الخلقگی تولد سوژه و شهروند در ایران، سرچ کنید میاد اونجا، استدلالامو گفتم. و حکومت سرکوب متکی به شاه نفت یه مدار مشکل ایجاد کرده برای ما، یعنی گره ایجاد کرده. یعنی حکومت قدرت سرکوب داره، ثروت سرکوب هم داره، ولی از طرف یه جامعه جنینش داره میزنه، داره تناب کشی میکنه و خب یه مدار به قول معروف دیروزود داره و به گمان من سوخت و سوز نداره. یه تأکید هم بکنم، آقای برقعی فرمودن وسط های بحث آمدن، اون حلقه رو آقای سرفراز میگه. سرفراز رئیس سابق صدا و سیما تو خاطراتش و توی کلاب هاست هم گفته مدتی پیش که از سال دوم خرداد 76 جمع سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی تو بیت تشکیل شد برای مقابله با اصلاحات. این جمع تو بیت آقای خمینی هم بود، برکناری آقای منتظری، اعدامای 67 و پایان جنگ تو همین جمع مشاورانی که اینا رو طراحی کردن صورت گرفت. اینجوری نبود فل بداه آقای رشری نامه بنویسه آقای خمینی بگه زندانیا رو اعدام کنید، نه، برکناری منتظری، اعدام زندانیان و پایان جنگ اینا توی مشاورانی بیرون اومد. حالا اون موقع مشاوران یه خورده به قول معروف گله گشاد بود، الان خیلی منسجم‌تر و بی‌رحم‌تر از اون موقع. البته من سرکوب و اعدام‌ها و جنایاتی که خمینی کرده رو صد برابر بیشتر از خمینی می‌دونم.
پس این آقای سرفراز گفته جامعه ایران، من یه تاکید بکنم، واقعا جامعه متکثری، آقای بوقی رو نکته مهمی انگوش گذاشتن. یعنی ما اگر به آینده ایران علاقه داریم باید از هر نوع پولاریزه کردن هر موضوعی خودداری کنیم، چه رو مذهب باشه، چه سیاست باشه، چه حجاب باشه. ما خواهان آزادی پوشش هستیم، نفی حجاب اجباری هستیم. این نباید ببریم به سمت مبارزه با حجاب. ما بخشی از جامعه رو از دست میدیم. ما دیدیم همین اواخر یه عده آدمای محجبه اومدن گفتن ما با حجاب اجباری مخالفیم. ما تو هر جایی باید بالاترین و بزرگترین و فراگیرترین چتر رو بالا سرمون بگیریم. بنابراین خب بخشی از جامعه مذهبیش نمیش مذهبی رو تو دریا ریخته. من اونجا مذهبی ها میخواستن اول انقلاب غیر مذهبی ها رو تو دریا بریزن. بنابراین هویت ها رو ما به رسمیت بشناسیم، ولی بیان روی اصولی با هم تفاهم کنیم، روی دموکراسی، روی این که ایدئولوژی وارد حکومت نشه. ملی مذهبی هم آقای بوقی گفتن از پیشگامان این بودن که در ایران جدای دین و سیاست رو مطرح کردن. این آقای نیکفر هم میگه، میگه سکولاریسم رو بیشتر روشنفکرای دینی تو ایران مطرح کردن. تو ایران آقای نیکفر که خودش الهیات شکنجه رو نوشته، ولی میگه من تو تئوری با این مذهبی ها مخالفم، ولی تو عمل اجتماعی اصلا این گذاشت کنار. گفت از یه سال به بعد دیگه نقد روشنفکرای دینی هم گذاشتن کنار، اومدن انجمن آزادی اندیشه رو درست کردن، آقای اشکبری و آقای نیکفر. منم دو سالی تو هیئت مدیرش بودم، دوستان غیر مذهبی و مذهبی دارن با هم کار میکنن و این الگوی موفق برای ایرانه، الگوی گذار به اصطلاح کم هزینه برای آینده ایران. ببخشید. خیلی ممنون جناب علی جانی. جناب رحیم شفا، شما قربان خودتون آمیون بکنید و بعد از شما جناب جاوید رو خواهیم داشت. انشاءالله که بتونیم در عرض 10 دقیقه آینده هم سوالات شما رو مطرح کنیم و هم ببینیم واقعا بحران، بحران آگاهی است یا بحران انگیزه است. خواهش میکنم. در حمایت از صحبتی که شما فرمودین، من یه مثال میزنم. من امروز توی یه دونه از این برنامه بودم و اهل تصنن صحبت میکردن، خیلی مخالف کارهایی که دولت میکنه. بعد از مردم سوال میکردم، مردم زنگ میزدن، چند تا از مردم عادی از سیستان، بلوچستان و جای دیگه زنگ میزدن، میگفتن آره اینا خیلی بده، ولی ما یه مولوی میشناسیم خیلی خوبه، اون شاید بیاد درست بشه. این حالتی که کلن داشته، اینا تمام بحثشون این بود که ما باید یک کشور سکولار داشته باشیم. بعد مردم که زنگ میزدن این جواب میدادن، میگفتن که آره فلان مولوی خیلی آدم خوبیه، مثل اینا نیست، اون اگه بیاد همه چی درست میشه. این خیلی جالبه. من فکر میکنم همیشه که کشور ما ایران یک کشور به نام خدا بوده، یعنی ما نمیتونیم این بال مذهب رو بچینیم. مثل پرنده هستیم، دو بال داریم، بال ملی داریم، بال مذهبی داریم، که هر دو باید با هم باشه تا هویت خودمون رو حفظ بکنیم. البته همونطور که فهمیدین، من به همون صورت امیرکبیر، مصدق، ستارخان، باقرخان و همه رو افراد ملی مذهبی در نظر میگیرم و اینا خیلی فرق داره با اون چیزی که امروز ما به اسم مذهب میبینیم به ما حق نشده. راجب سوال من راجب رفتار خارج از کشور یا بین‌المللی جمهوری اسلامیه که شما فرمودین که در تمام قراردادهایی که بستن اینقدر کش دادن، صبر کردن تا اون قرارداد 100% یا بسیار منفعت آمیز ما به شدیدترین نحوی به ضرر ما بود. من یادمه که آقای بنی‌صدر میگفت که تخصص این جمهوری اسلامی در اینه و یه برداشتایی میشد که اینو یه مقدارش هم از حالت امن هست. من یاد بعضی کشورهای آمریکای مرکزی میفتم که اینا یه حرکتایی بودش که بر علیه دولت بودن، اینا نظامی بودن و از طریق CIA بر علیه دولتی که آمریکا توی آمریکای مرکزی توی اون کشور علم کرده بود اینا میجنگیدن، ولی در واقع پشت پرده از CIA اسلحه میگرفتن، از CIA پول میگرفتن و کارشون این بودش که با کارهایی که میکنن تخریب روحیه مبارزاتی کشور رو بکنن که اصلا هیچ چیزی تو در کشور نضج نگیره که دولت منفور هست بر سر کار بمونه و کارشون بگذره. من نمیدونم این فسادی که همه جا پخشه در صحنه مسائل امور خارجه هم
هست و این آیا تعیین کننده است که کار را به جایی میگیرسونه که ما همیشه باید به حدی ذلیل بشیم که حتی دشمن ما تعجب کنه که چطور همچین چیزی میایم امضا میکنیم باش. خیلی ممنون جناب جاوید قربان، شما هم خودتون رو آنمیوت بفرمایید، سوالتون رو مطرح بفرمایید لطفا. با درود به یکایک افراد گروه و با سپاس از سخنران، سود بردم از آگاهی گسترده شما در مورد این موضوع. شما به خوبی گزارش دادید که چگونه و چه کسانی با هم جمع شدن که این پروژه رو پیش ببرن. من میخواستم ببینم که شما میبینید که عده زیادی هستن از مردم که با این حکومت سر سازگاری ندارن و خواهان آن هستن که اینها رو از اریکه قدرت به پایین بکشن. اما متاسفانه میبینیم که نیروهای اینها به هدر میره و کسی یا کسانی نیستن که اینها رو راهنمایی کنن که از زحمت اینها، از فعالیت اینها بهترین نتیجه رو بگیرن و نذارن که اینا به بیراه کشیده بشن. این سوال اول من بود و پرسش بعدی من این است که شما در سپهر سیاسی ایران آیا دودی، گزارشی، شایعه ای از کودتا شنیده اید؟ سپاسگزارم. ممنون جناب قربان، در خدمت من جناب علی جانی، میکروفون رو باز بفرمایید. بله بله، من در رابطه با نفوذ خارجی و در رابطه با این قراردادها اطلاع دقیق ندارم، یعنی حالا حداقل تو بیانیه الجزایر که خارجی نفوذی نداشتن، ولی بلاهت حکومت بود و یه مدارم نفاق حکومت، یعنی اون موقع از دو کانال، از طریق آقای شمس اردکانی و از طریق آقای صادق طباطبایی داشتن مذاکره میکردن، مذاکره هم داشت به نتیجه میرسید، آقای رجایی و نوی رفتن سازمان ملل به هم زدن، حتی کارتر آماده شد، یعنی حاضر شد جمله‌ای که اینا میخواستن رو بگه، بگه عراق به ایران تجاوز میکرده. این جمله علامت این بود که مذاکرات در واقع داره درست پیش میره، ولی به هر حال اون توهمایی که بود در جریانات امثال آقای بهزاد نبوی و جریانی که بخشی از چپان تو ایران دامن میزدن، این مشکل رو به وجود آورد. ولی در دوره اخیر بله دیگه ما رد پای دقیق نفوذ اسرائیلی ها رو میبینیم. من یه مقاله دارم فکر کنم 6 سال پیش نوشتم، اسرائیل بیخ گوش جمهوری اسلامی. این اسرائیل اونجا کدام آوردن که با چه فکتایی میگم اسرائیل نفوذ داره؟ خب بعدم که الان تو دو سه سال اخیر دیگه کاملا از سر من شمت شده، مسئول میز اسرائیل تو وزارت اطلاعات، مسئول میز اسرائیل تو اطلاعات سپاهو گرفتن اعدام کردن، همین اخیرن که آقای طایب رو برای کشیدن کنار. طایب خب یکی از ارکان همون تا فکر سیاسی امنیتیه، چون مثلا دیدن دوربرش همه آلودن، من شنیدم 400-500 نفر رو کشتن کنار، یعنی برکنار کردن، چون مثلا نمیدونن جاسوس تو کدومشون، کلش رو دارن به اصطلاح جراحی میکنن. و حالا بس طائب هم بحث دیگریست. روسا هم همینجور، روسا خط نفوذ داره. من یه مقاله نوشتم روسیه بیخ گوش اطلاعات سپاه، رادیو فردا 4-5 شماره چاپ کرد، سفیر روسیه تو تهران عکس‌العمل نشون داد، یعنی مقاله رو با موبایلش گرفته، میگه اینا دارن چیز میکنن، مثلا تخریب میکنن و جفت‌سازی میکنن و سیاه‌نمایی میکنن. ولی تو مقاله من همه کداش آوردم که چگونه اطلاع سپاه روس ها درش، چون ارتباط امنیتی دارن، حتی میرن اونجا دوره میبینن تو روسیه، رسما دارن الگوی ایدئولوژی میکنن به
اطلاعات سپاه جدا حالا از آدمایی هم که ممکن نفوذی داشته باشن، حتی نفوذی‌های اسرائیل، خیلی‌هاشون توی روسیه جذب اسرائیل شده. اینم خودش حکایتی است. یعنی افسران سپاه که میرن توی اسرائیل دوره به توی روسیه دوره ببینن، اونجا جذب میشن. بخشی هم تو ترکیه و تو اطلاع و لابیا و اینا. حالا اونم من تو مقاله نوشتم. ولی به هر حال الان این دیگه این قول معروف تشت رسوایش از اجتماع افتاده، نفوذی که اینا دارن و گاهی گاهی واقعا اینا یه کارهایی میکنن اصلا با عقل سلیم جور در نمیاد. یعنی میگیم یا طرف احمق باشه، دیوانه باشه، یا باید نفوذی باشه داره این کارو میکنه. این برخی رفتارهایی که اینا تو منطقه جهان یا تو مسائل داخل کشور دارن، یه پخشی هم دیگه به قول معروف با اون بحث تعهد تخصصی که از اول انقلاب راه افتاد و دیگه الان رسیدی به سرسپرده غیر سرسپرده، آدم های پخمی مثل عبدالملکی و همین مخبر و نمیدونم این تیپا میان سر کار دیگه. جاست طرف وحشتناکه. البته ما یه چیز دوگانه تو جمهوری اسلامی داریم و اینو باید همیشه رصد بکنیم که مثلا سپاه پاسداران کیا هستن. اونایی که در قابلمه رو اومدن نشون دادن گفتن این ویروسی ها به چیز کرونا یا به، یا اونایی که موشک نقطه زن درست کردن که تو عربستان وقتی پالایشگاه شد زدن، واقعا شگفت انگیز بود دیگه. شما تصویرهای هوایی رو ببینید کدوم که اینا سپاه است. البته فکر میکنم اونا در استخدام سپاه هم، ولی سپاه مدیرانش و سیاست گذارانش دست همین در قابلمگی هست. ولی خب ما باید دقیق رصد کنیم. به هر حال توی اینا روسا الگا کردن و از تو مذاکرات برجام هم تا حدی اومدن تخریب کردن، ولی الان هم دارن هندونه زیر بغل جمهوری اسلامی میذارن که نه شما قوی هستید و وایستید و بذارید زمستون بشه. اینا آقای سفروف فریشب با بی بی سی مصاحبه میکرد، میگفت زمستون شروع بشه اینها در برابر روسیه زانو خواهند زد. یعنی این توهمات رو میبینیم. بعد دیدیم تو همین ارگانای مجازی سپاه دیدم عیناً از قول نشریات روسی نقل قول کرد. خب اینا یه الگای ایدئولوژی میکنن، شیر میکنن اینا رو و خب با کارت ایران بازی میکنن. برای چینیا ایران یه بازاره، برای روسا یه کارت امنیتیه و باش بازی میکنن. تو سوریه هم ما دیدیم که الان در واقع بیشتر سر ایران بیکلاه مونده، یعنی هر کی اونجا به یه نان و نوایی رسیده. حالا سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمیخوام الان بحث کنم، بحث مفصلیه که به هر حال چون اساساً هدف گذاریش، مثلا ما میگیم اینا رفتن تو برجام یا مذاکرات چه امتیازی دادن، چه امتیازی گرفتی. اصلا امتیاز تو ذهن ما معناش فرق میکنه با ذهن اینا. تو ذهن ما امتیاز یعنی امتیاز اقتصادی، تو ذهن اینا امتیاز یعنی امتیاز امنیتی. اینکه ما برای بقای نظام چی گرفتیم. یعنی تو اساساً دستگاه تحلیلی اینا رو باید با ذهن خودشون نگاه. برای اینا اینکه با جبهه مقاومت رو پیش ببریم، نمیدونم اقتصاد مقاومت رو پیش ببریم، اینا ارزش داره. سوریه برای ما از خوزستان مهمتره از این دیدگاه و از این تفکر بیرون، چون نگاه سیاست خارجیشون نگاه توسعه اقتصادی نیست، نگاه امنیتی و نگاه آخرالزمانیه. یعنی یه ملغمه عجیب غریبیه که حالا من میگم همیشه سه لایه داره. یه لایه‌اش لایه به اصطلاح اسلام‌گرایی و شیعه‌گرایی، یه لایش لایه ضد غربی و ضد تجدد و ضد آمریکا و ضد اسرائیلی. اینا همدیگه رو وتو میکنن. یعنی لایه ضد آمریکایی غلبه داره بر لایه شیعه‌گرایی. یعنی شما می در بر مسلمانان چچن و مسلمانای اویغور توی چین اینا موضعی ندارن. دعوای ارمنستان آذربایجان و صفشون برعکس دارن. ولی یه لایه سوم هم هست که حق وتو نسبت به دوتا داره، مصلحت نظام. این تئوری مصلحت نظامی، این که اینا این صدام حسین تا آخر وای نمیستن، اینا از یه جایی نرمش قهرمانانه و جام زهر و اینا رو میارن. حالا آقای خامنه‌ای پیر شده، ممکن این دفعه نرمشش رو دیر انجام بده، ولی همین حالا اون نرمش رو انجام دادن. به هر حال تو این قسمت یکی از بازیگرا، من مثلا این اعتقاد ندارم جمهوری اسلامی مثلا وابسته مستعمره روسیه است. من جمهوری اسلامی دنباله رو و باجده روسیه است، به خاطر اینکه این بلا رو خودش سر خودش آورده. این مسیر خیابون یه طرفی که رفته، امکان مانور و رقابتی رو از ملت ایران گرفته که بتونه اقتصاد، اون مهندس صاحب خدا بیامرز میگفت که یه کشتی بار میاد تو جنوب خلیج فارس پیاده میشه، هم کشتی تو شمال خلیج فارس ساحل ما پیاده میشه، شمالیه 30% ما باید گرونتر بخریم. ملت این بلایی که اینو سر به اصطلاح سیاست خارجی آوردن. خیلی ممنون، ببخشید. ممنون جناب علی جانی. جناب باجوغلو شما قربان، خودتون آنیوت بفرمایید و
و بعد جناب امیری رو خواهیم داشت. انشالله که بتونیم سوالاتشون رو با جواب شما در عرض 10 دقیقه آینده و یا حد اکثر 15 دقیقه آینده پوشش بدیم. بفرمایید جناب باجغلی. بله باجغلی هستم. خیلی متشکر آقای دلاور و آقای علی جانی، خیلی صحبت عالی کردین واقعا، با شور و اینطور تحلیلای خیلی جالبی بود. ولی من میخواستم، یعنی شما از اون نقطه‌ای که میخواستین حرکت بکنین نقطه تغییر بود که چه راههایی برای تغییر هست. حالا اگر از طرف اپوزیسیون و اینا رو بذاریم کنار و نگاه بکنیم تو جهان، با توجه به اینکه شما گفتین که یه بن‌بستی هست در جامعه ما، 5 تا شیوه تغییر تو کشورهای مختلف تو این 50-60 سال گذشته اتفاق افتاده. یکیش انقلابه که خب ما خودمون انقلاب داشتیم و میگن که انقلاب ایران هم برابر انقلاب روسیه و فرانسه جزو انقلابهای بزرگ دنیاست. به هر حال الان ما همه معتقدن که شرایط در ایران انقلابی نیست و انقلاب احتیاج به یک تئوری داره، انقلاب به یک سازماندهی داره که اینا رو ما نمیبینیم. شما دخالت خارجی رو هم رد کردین به درستی، که الان هیچ کشوری نیست که بخواد بیاد مثل لیبی، عراق که حکومتاش از طریق، یا افغانستان که از طریق دخالت یعنی دخالت نظامی تغییراتی بشه. اینم رد کردین که به درستی بود. بعد کودتا رو نگفتین، فقط اینکه اصلا سوال کردتون که آیا کودتا رو میبینین، و به نظر من این کودتا هم خیلی کودتا علیه کی بکنه؟ همون نیروهایی که بناس کودتا بکنن، نیروهای نظام امنیتی خودشون الان قدرت دارن با از طریق حالا بیت اینا. و رفرم هم حالا ببینین، این رفرم هم به نظر من یه طیف خیلی وسیعیه که از همون رفرم اصلاح طلبان نمیدونم ساختاری غیره که شما گفتین، که تا به نظر من این تحول خواهیم که شما میگین آخرش خب بالاخره باید با رفت صندوق رأی آورد دیگه، اینم در این طیف که به نظر من امکانش نیست. ولی یه مسئله که شما مثال شوروی رو زدین و به نظر من خیلی این امکان داره، خصوصا نظر شما رو هم بیشتر بپرسم، فروپاشیه. یعنی اولا در خاورمیانه هیچ، شما اصلا اون مثالایی که در مورد آفریقای جنوبی و پرتغال و شیلی میزنین، اون کشورهایی هستن که در سیستم تجارت یعنی اقتصاد جهانی ادغام شدن و فشارهایی که تو آفریقای جنوبی بود یا پرتغال اروپا گذاشته بود یا اسپانیا غیره یا شیلی، فرق میکنه با کشورهایی که به قول شما نفت و سرکوب با هم دیگه مخلوط بشن، چیز خطرناکی بشن. من ندیدم تو خاورمیانه کسی عقب نشینی بکنه، حالا نگیم خاورمیانه بگیم غرب آسیا، آسیا. و احتمال این که این فروپاشی باشه، حالا مدل شوروی شو دیدیم یا مدل که بعضی کشورها یا مثلا رومانی یا غیره، متأسفانه یه مقدار هم در خوب به خشونت نام کشته میشه و خطری داره که این فروپاشی نبودن حکومت مرکزی و پیدا شدن حکومت، احتمالا حکومت های محلی، ادعای استقلال غیره. حالا من این احتمال رو بیشتر از هر چیز دیگه میبینم که پافشاری رژیم در این که شما گفتین اصلا مسئله مردم براش مهم نیست. ببینید این جمهوری اسلامی پروجکشنش یعنی از خودش یک کشور نیست، یک امپراتوریه. یعنی میخواد دخالتش در لبنان، در عراق، در یمن و غیر سوریه، اینا نشون دهنده یک دیدن خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای هست. و الان شما اگر همین تحولاتی که امروز در عراق میبینین، این یه با یه بحران شروع میشه که اثر هم رو ایران خواهد داشت، همطور که گفتین در سوریه هم چیزی گیرش نیامد و احتمالاً یمن هم با بعد از صلح با عربستان و اینا چیزی گیر ایران نخواهد اومد. و همین شکست های خارجی میتونه زمینه اون فروپاشی، مثل جریان شوروی که
در چکسلواکی و مجارستان و چکسلواکی و افغانستان اینا شکست خورد و کمک کرد به فروپاشیش. من فکر کنم که اگر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه شکست بخوره که با حرکاتی هم که امروز در عراق ما میبینیم زمینهاش هست، این به فروپاشی بیشتر میده. من یک اپوزیسیون قوی نمیبینم در ایران که بتونه رژیم رو به چالش بکشه و این خواستم بنام نظر شما چی هست بیشتر به مسئله فروپاشی. اما یه نکته هم میخواستم بگم. ببینین کاملا حقتون، حرف شما درسته، هر گروهی که در سیاست میخواد دخالت بکنه حقش، هر اسمی میخواد رو خودش بذاره. ولی ببینید شما برگردین به اون کسایی که قبل از شما نظرات شبیه شما رو داشتن، سوسیالیست های خداپرست، مسلمانان مبارز، نمیدونم غیره. اینا وقتی که شما میگین، یعنی ببینید در این نکته که میخوام بگم اینه، در اروپا شما دارین دموکرات مسیحی یا دموکرات سوسیالیست، ببخشید مسیحی سوسیالیست در آلمان مثلا، در شما میتونین به عنوان مسلمان بگین من مسلمان دموکرات هستم، من مسلمان سوسیالیست هستم، من مسلمان فلان. ولی وقتی اسم مذهب میاد، با توجه به این تجربه هم که ما داشتیم دینی ها، درسته که میگین ما گفتیم که باید نهاد دین از نهاد دولت جدا باشه، ولی اصرار این که این مسئله رو، خب من میفهمم که دیگران عکس العملی که نشون میدند، و اولا شما که مذهبی که بهایی رو که قبول نمیکنین، که نمیدونم مسیحی رو که قبول نمیکنین، شما شیعه وای ملی هستین، حالا حدش مسلمانان ملی گرا هستین. خب چون نگین مسلمانان ملی، چون میگین مذهب، چون مذهب یه وقت کانوتیشنش اینه که شما میخوان همون در واقع بگین مذهب رسمی داره، حالا شریعت هم میگین قبول نداریم، ولی بالاخره یه مقدار از اون هویت خودتون رو میخوان در دولت هم بیاریم. ولی اگر بگین ما مسلمانانی هستیم که ملی هستیم، دموکرات هستیم، سوسیالی هستیم، میخوام حقتون هم هست. ببینین سکولاریسم نمیگه ضد مذهب نیست و نمیتونه آدمایی که مذهبی ان، مسیحی ان، یهودی ان در سیاست نیان. میگه که نهاد دین از نهاد دولت هم به عنوان استیت اینجا هست، نه کابینه و اینستیتوشن، یعنی یه اینستیتوشن که شامل چی میشه؟ آموزش و قضا، یعنی دستگاه قضایی، دستگاه آموزش از از به اصطلاح قوانین مذهبی جدا بشه، به قول شما قانون رعایت بشه، در مدارس تدریس نکنن مذهب رو، هر کی خب بخواد، یکی دلش میخواد برید مدرسه مذهبی بزنه با پول برید اونجا، هیچ کارش. آمریکا رو ببینید، یه جامعه مذهبیه ولی سکولاره، یعنی دولت، نهاد دولت از نهاد، و تو اونجا هم توجه کنید میگه separation of church and state، نمیگه separation of religion and نمیدونم government، میگه separation of church and state، یعنی این نهاد رو داره میگه، میگه این نهاد، میگه ما از این چرچ، حالا اون موقع چرچ بوده دیگه، چیز سنگال نمیدونم، مردم یهودی و مسلمان که نبوده که، میگه ما از اینا مالیات نمیگیریم، اینا میتونن برن مدرسه هم بزنن، مدرسه مذهبی هم بزنن غیره، ولی تو کار دولت دخالت نکنن، دولت هم در کار اونا دخالت نمیکنه و به نفع هر دوشون هم هست. خیلی متشکرم. امیری قربان، شما خودتون رو محبت کنید، آن میوت بفرمایید، میکروفونتون رو باز بفرمایید. خیلی ممنون، بفرمایید. بله، با سلام خدمت جناب آقای علیجانی عزیز و دوستان حاضر در اتاق. من دیگه با سوالم چون در ارتباط با مسئله واقعا همین کلن نوع رهبریت و جنابندی که جناب علیجانی ازش طرفداری میکنن، میخواستم یه سوال مختصر و کوچیکی داشته باشم. یعنی اگر اینجوری بخوام ایران رو به سلام برای خودم حداقل به تصویر بکشم، که اگر ما ایران رو به یک صورت هرمی نگاه بکنیم و رأس هرم رو از اسلام بریده ها به سلام نسبت بدیم، که مثلا بگیم مثلا 30% هستن
جریان بینابینی که اقشار به اصطلاح مذهبی و نسبتاً غیر مذهبی و طیف‌های متفاوتی هستند 50% و جریان‌های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که حالا یا اجیر جمهوری اسلامی هستند یا به هر صورتی هستند 20% با اینا رو نگاه بکنیم و از بود رهبری نگاه بکنیم، چون وقتی که مثلا من مثلا به شما گوش میدم با خیلی از صحبت‌هایی که می‌فرمایید من موافقت دارم، ولی وقتی که صحبت می‌کنید در ارتباط با رهبریت اون موقع یه مقداری کارمون پیچیده میشه. یعنی چرا پیچیده میشه؟ برای اینکه اونایی که در رأس هرم هستن اونا دیگه تصفیه حساب کردن با رژیم جمهوری اسلامی، اینهایی که اون 50% هستن که مشکل ساز هستن چطور میتونن مشکل سازی بکنن؟ مشکل سازی در سطح رهبریشون هست. یعنی ما به جریانهای متفاوت به اصطلاح این 50% که نگاه کنید نوع برخوردشون نسبت به مسائل جهانی کاملا میتونه متفاوت هست و در نتیجه اون 50% مردم ایران رو مسیرشون رو محکوش میکنن. مثلا فرضاً یکی مثل آقای موسوی یا کروبی اعتقاد داره که دوران عصر طلایی انقلاب اسلامی در زمان خمینی بود، یا مثلا هنوز آقای تاج‌زاده به اون نظر داره، یا طیف‌های متفاوتی در درون این 50% بالا یا پایین به این مسائل اعتقاد دارن که وقتی مثلا یه مذهبی رادیکالی حمله میکنه مثلا با آقای سلمان رشدی به انحای مختلف سعی میکنن که محکوم بکنن ولی ذهنی و نقاطه. و همینطور دوستان دیگه که در این مجموعه هستن، حالا این مشکل چه مسئله رو دامن میزنه؟ اون مسئله رو دامن میزنه که وقتی یک بانک الان همونجوری که طبق صحبت جناب علی که انجام میده و کاملا من موافقم و مبارزات زنان رو به عنوان مثال و مبارزات معلم‌ها رو خصوصا مبارزه زنان بگو، مثلا یک بانوی مبارز ایرانی که خودش در به اصطلاح بالای هرم هست، یعنی جزو اون 30% هست، باید احتمالا همونجوری گفت شد با مادرش باید مبارزه بکنه، با جریانهای رهبری مذهبی مبارزه بکنه، با جریانهای وابسته به رژیم هم باید مبارزه بکنه. یعنی سه طیف در سه جبهه باید مبارزه بکنه. سوال من از شما این هست که شما تحول‌خواه هستید و گذشته واقعا من اصلا مسئله مذهب رو اینجا کار ندارم، شما به عنوان حزب سیاسی همونجوری که گفتید میتونید در صحنه سیاسی ایران هر حزبی آزاد باشه، ولی وقتی که مبارزه میکنیم علیه یک جریان دیکتاتوری اون موقع رهبریت دیگه متفاوت میشه. یعنی مثلا طرفداران آقای تاج‌زاده حاضر نیستن که به هیچ شکلی مثلا وارد براندازی بشن، یا طرفداران شبیه به آقای تاج‌زاده من با آقای تاج‌زاده احترام میذارم و مدافع آزادیش هستم، ولی این دوستان که در این 50% هستن و مردم ایران به نوعی هنوز با بینابینی هستن، این دوستان که رهبریت این جریانات را به نوعی دارن و میتونن حداقل تمامیت جمهوری اسلامی رو، یعنی تمام انقلاب اسلامی رو زیر سوال ببرن نمی کنن. و تا زمانی که این جریانهای رهبری طیف وسط قاطعانه کل جمهوری اسلامی رو زیر سوال نبرن و نگن که این انقلاب اصلا کامل اشتباه بود و خمینی از اول کارش یک جنایتکار بیش نبود، اون موقع این طیف 50% از 50% شد مثلا 10% میرسه و متمایل میشه به
طیف پایینی و در نتیجه این رهبری توده هایی که شما هم بهش اذعان دارید خیلی کارش آسان‌تر میشه. مبارزات مردمی و رهبریت شفافتر و مسئولیت پذیرتر میشه در مقابل همدیگه و مردم، درجه کار بهتر پیش میره. الان اون 50% و رهبریتون 50% کاملا همه چی رو غیر شفاف و مسئولیت ناپذیر نسبت به جنایات این رژیم داره. من سوالم از شما این هست که چرا رهبریت یا رهبریت این طیف 50% که جامعه ایران حاضر نیست دل بکنه از این وضعیت به اصطلاح بینابینی خودش؟ مرسی ممنون جناب علی جانی. ما تقریبا به انتهای ساعت رسیدیم، آیا برای شما امکان داره که ما چند دقیقه بمونیم تا جواب سوالات شما برای جناب باجغلی و جناب امیری رو مطرح کنید؟ البته من دیدم که جناب مهدی ناظری هم دستشون بالا بود و شاید مطلبی رو میخواستن بگن، ولی نمیدونم، شاید پشیمون شدن به خاطر کمی وقت. در هر صورت اگر اجازه بدید جناب علی جانی، ما در خدمت شما هستیم برای بیان شما، جواب برای این عزیزان و به طور کلی جنبندی کلی. بفرمایید بابا. بله خیلی ممنون. دوستان نقطه نظرات خیلی مهم میگفتن، بحثای آموزندهی برای من حداقل مطرح کردن. ببینید احتمال کودتا رو من زیاد نمیدم، حالا چون وقت کمه نمیخوام وارد بحث ریز بشیم. ما تو مجله ایران فردا یه شماره در آوردیم به اسم نظامیان آقا اجازه، تیترش بود آقا اجازه. نظامیان تو ایران همیشه آقا اجازه بودن، یعنی برخلاف ارتش پاکستان یا مصر یا بعضی کشورهای دیگه که یه هویت مستقلی داشتن، ما در تاریخ ایران معمولا نظامی ها پیرو حکومت ها و سلاطین بودن. حالا ایل با آل تبدیل شدن یه داستان دیگه است، نظامی ها خودشون نظامی های ایل آمدن آل فلان درست کردن. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی حداقل تو دورهای مدرن این با قاطعیت میشه گفت، یعنی نظامی های ایران با پاکستان و ترکیه و مصر متفاوتن، بنابراین کودتا به نظرم امکانشون نداره، امکانش نیست. در رابطه با رفورم، کلمه رفورم خب تو ادبیات سیاسی به صورت تئوریک و آکادمیک یه مدار چاختر و فربهتر از اون چیزیست که ما به عنوان اصلاحات و اصلاح طلبی تو ایران به کار میبریم. یعنی رفورم ها رو تو ادبیات چپ بیشتر زایده شده و اینا در هدف مشترک بودن که ما میخوام نظام سرمایه‌داری رو تغییر بدیم، سرنگون کنیم، حالا از طریق انقلاب باشه یا از طریق رفورم هم میشود، یعنی تو هدف مشترک بودن. ببین اصلاح طلبا تو ایران هدفشون با تحول‌خواه فرق می‌کنه، اما فروپاشی خب شوروی تفاوتی، بعد جمهوری اسلامی هم همون ریزش از بالایی که من میگم اشاره به همین مسئله است، ولی شوروی واقعا جامعه مدنی و جنبش اجتماعی قوی نداشت، ما تو ایران این رو داریم. بعد مثلا رومانی شبه انقلاب لهستان واقعا تحول خواهانه است، یعنی لهستان یک کشور وابسته به مثلا اردوگاه غرب نبود، البته تحلیل اساسی جاوید من قبول دارم، ولی به هر حال میگن در مثل مناقشه نیست دیگه، یعنی من منظورم اینه شما با تغییر توازن قوا میتوانی حکومت ها رو تسلیم بکنی، و البته این نیمی از داستان خود حکومت که تسلیم نشه سرنگون میشه. ولی این که ما نسخه ترجیحی تحول خواهیم، یعنی ما میگم ما ترجیح میدهیم که به سر نظم نظام اجتماعی و اداری و بوروکراسی باقی بمونه و حکومت و اون در واقع هیمنه ایدئولوژیکش و قدرتش از بین بره، این نسخه ترجیحی تحول خواست. ولی این که مثلا اگه انقلاب بشه که تحول خواهی کنار حکومت نمیستن، کنار مردم میستن، اگر حکومتی عقب نشینی نکنه، اهل عقب نشینی نباشه، اون چیزی که مثلا در این کشورهایی که مثال زدیم یا بخشی از بلوک شرق، البته خب بلوک شرق هم داستان خواست خود شده داره، پیرو شوروی بودن و در واقع این مسائل. من البته دوستان عذرخواهی میکنم چون وقت کمه، ممکن من لابلای بحثم یه چیزایی جا بیفته. در رابطه با نهاد دین و دولت و اینا، خوب دوستان ملی مذهبی هم همینو اعتقاد دارن، حالا این کلمه مذهبی ممکن اون سوء تفاهم رو برای دوستمون به وجود بیاره، ولی تو عرصه ایران خوب
تا حدودی تو اذهان عمومی اون شناخته شده و سکولاریسم هم پذیرفته شده. و حالا گفتم آقای نیکفرد تو میگه نواندیشان دینی تو ایران بیشتر از همه سکولاریسم رو به لحاظ تئوریک مطرح کرده، واقعیتی است. حالا مسلمانان ملیگرام چه مطرح کرده؟ البته خوب به یه پروژه‌ای هم تو ایران هست، پروژه اصلاح دینی، رفرم دینی، که اون تو پروژه سیاسی ملی مذهبی ها با هم ادغام شده. یعنی شما اگر تاریخ مدرن تر هم ببینید، یه بالش رفرمیسم دینیه، یه بالش هم در واقع خردگرایی و حالا عصر روشنگری و خردگرایی، که اینا به هم کمک میکنن. من حالا اصلا گفتم پایان نامم بحثی از راجع به فمینیسمه. فمینیستای نسل اول اکثرشون نواندیش دینی هن، یعنی پروتستانای منتقد مذهب رسمی هن و اساسا ادبیاتشون در دفاع از حقوق زنای ادبیات مذهبی است. من الان وارد نمیخوام بشم. به هر حال رفرم یعنی اصلاح دینی که از قضا میخواد شریعت رو خارج بکنه از قانون گذاری و میخواد بگه قانونی که بر اساس خرد، ولی این رو میاد با استدلالهایی میگه که برای مخاطب خودش یعنی اعضای حزب خودش قابل قبوله. حالا تو جامعه هم وارد میشه، تو جامعه با طرفدارای حزب خودش حرف نمیزنه، با همه جامعه حرف میزنه، اونجا برنامه‌شو میاره بسن. و خب این آزادی برای همه گرایشات هست که با هویت خودشون، این جایزه‌ای که هابرماس گرفت در سخنرانیش همینو گفت، در مناسبت و ارتباط که مذهبی ها و روشنفکران غیر مذهبی دارن همین رو گفت که شما وقتی در درون جریان خودت هستی میتونی با ادبیار استقلال خودت حرف بزنی و اینها میتوانن از قضا هویت ها از همدیگر بیاموزن، ولی وقتی که وارد جامعه با جامعه کل حرف میزنی دیگه باید با ادبیات عمومی حرف بزنی. راجب رهبری که دوستمون گفتن، من از قضا اینجوری نمیبینم داستانو. یعنی فکر میکنم با اکثر به اصطلاح مقدمات یا اجزای بحث دوستمون موافقم، ولی با اون جنبندیشون موافق نیستم که مثلا بگیم از اسلام بریده ها. نه، من معتقدم که بگیم کسانی که خواهان گذار هستن طیفی میبینم. یعنی ما صفبندی بکنیم که ما باید علیه اصلاح طلب، من از غذا برعکس فکر میکنم. ما تو همه حوزه ها بایستی اگر کسی این روز در این سنگ سیاهی که جلوی توسعه ملت ایران رو گرفته، سنگ سیاه بزرگ جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و استبداد دینی، 10% هم حول میده این سنگو، ما باید استقبال کنیم، نه اینکه بریم رهبریشو بپذیریم، نه اینکه ولی بیام پیش شرط بذاریم که شما باید مثلا نه تنها طرف کسایی که با آقای خامنه‌ای تعصباتی دارن، حتی کسایی با آقای خامنه‌ای هم ممکنه یه علاقه داشته باشن، ولی تو صف درست بیستن، 5% هم این سنگ سیاهو تغییر میدن. من با دید راهبردی نگاه میکنم، با دید فلسفی نگاه نمیکنم. ببینید سیاستمدار یه دایره سیاست تک مرکزی با مرکزیت قدرت، روشن فکری و نگاه آکادمیک یه دایره است با مرکز حقیقت. ما اگه حقیقت رو بخوام ببینیم با حرف دوستمون موافقم، ولی من با دید اون دید آکادمیک نگاه نمی کنم و با دید یک پراگماتیست به قول معروف سیاسی کار، اکتیویست سیاسی هم نگاه نمی کنم. من از موضع روشن فکری یومه نگاه میکنم. روشن فکری بیزی دو مرکزیه، یه مرکزش حقیقته، یه مرکزش تغییره، یعنی این دوتا دایره رو با هم ادغام میکنه. من از موضع پراکسیسی نگاه میکنم، موضع روشن فکری نگاه میکنم، هم میخوام وفادار حقیقت باشم به قول مصطفی ملکیان، هم تغییر حقیقت و هم تغییر حقیقت و هم تقلیل مرارت. من اینجوری میبینم که ما بایستی از همه توان جامعمون استفاده بکنیم. به خاطر این مثال حجاب رو زدم. ما عده‌ای اصلا خودشون حجاب انتخابشون حالا ممکنه بنده قبول نداشته باشم، حتی به ما نواندیش دینی، یا اون سلمان رشدی مثال زدیم. ببین بیانیه نواندیشان دینی رو بخونید، بی اما و اگر و بدون استثناء بیانیه هستم آقای برقی هم امضا کردن، دوستان دیگه هم امضا کردن، محکوم کردن. منم قبول دارم این نقد که بدون اما و اگر باید محکوم کرد. حالا یه دی مثلا تعصب داره رو عصر طلایی آقای خمینی. من آقای خمینی بنیانگذار جنایت تو ایران میدونم، خودم به این دهه 60 فکر میکنم، ولی اینو پیش شرط نمیکنم. هرچند معتقدم کسی، من مقاله نوشتم بی نقد خمینی نتوان رهرو و آزادی شد، بحث تئوریکمه، ولی یه بار بحث راهبردی میکنم. حتی میگم نه تنها
علاقمند به آقای خمینی، علاقمند به آقای خامنه‌ای، علاقمند به شاه. من شاه یه آدم جنایتکار میدونم، ظالم میدونم، وقتی جمهوری اسلامی روی شاه و امثال شاه سفید کرده. ما از یه حکومت خوب وارد یه حکومت بد نشدیم، ما از یه حکومت بد وارد یه حکومت بدتر شدیم. حالا یه دروش شاه تعصب دارم، من خدکشم رو اینجا نگه نمیدارم. من گفتم هر کسی برای خودش یه نقطه تاریخ و طلایی چیز کرد، ناموسی کرد، کودتای 28 مرداد، انقلاب بهمن 57، نه اکثریت جامعه ایران تو انقلاب 57 بودن. من این تحلیل رو قبول دارم، آقای خمینی فریبکاری کرد اینا، ولی آقای خمینی تو 13 ماهه آخر از دی ماه 56 تا بهمن 57 سوار ماجرا شد. انقلاب یه رخدادی بود که از 28 مرداد به بعد به تدریج نطفه‌اش بسته شد تو ایران. استادای دانشگاه، هنرمندا، نویسنده همه تو انقلاب بودن، اینجوری نیست که مثلا انقلاب آخوندا کردن که. ولی یه فریبم توش اتفاق افتاد و ما حالا مثلا من با دوستان سلطنت طلب خیلی بحث کردم، میگم خب ما تا روز قیامت هم بحث کنیم رو انقلاب به نتیجه نمیرسیم، ولی رو تجاربش میتونیم به نتیجه برسیم. آقا مقام مادام العمر نباید باشه، جدایی دین دولت بد باشه، قوه قضاییه مستقل باشه. حالا شما میگید زمان شاه بوده، من میگم نبوده، حالا تو این دعوا نداریم، بحث تاریخ، ولی قبول کنیم که قوه قضاییه مستقل باشه، مقام مادام العمر روش بیستیم، تاکید کنیم. ما تو خاورمیانه از ولایت فقیه مادام العمر داشتیم، پادشاه مادام العمر هم داشتیم، متأسفانه رئیس جمهور مادام العمر هم داشتیم، رئیس جمهور موروسی هم داشتیم، بشار اسد حافظ است. بنابراین ما موقعی که حتی تو قانون اساسی ننویسیم مقام مادام العمر، یعنی آویزون نکنیم یه مقام مادام العمر بهش، رئیس جمهورها تو خاورمیانه استعداد مادام العمر دارن. حالا ما بیایم دستی دستی خودمون تو قانون اساسی هم بنویسیم، چه خامی و ناپختگیه. ما موقع اصلا بیا همه حواسمون جمع کنیم که حتی اون مقام موقت 6 سال 4 سالی بار بعد عوض بشه، اون خودش مادام العمر نکنه. حالا ما بیا مثلا تاریخو مثلا بذر کنیم، بگیم نه مقام مادام العمر اشکال نداره. حالا ما بریم رو تجارب تاریخ. بنابراین من این تکثر رو میپذیرم، رهبری هم ممکن رهبران متعدد. من آینده ایران رو مثل مشروطیت میبینم، نه مثل عزت ملی و انقلاب بهمن که رهبران یه نفری بلا منازع داشته باشه. مشروطیت یه رهبر نداره، تبعیت نگاهیست، آدم های مختلف، متکلم های خطبا هستن، روشنفکر ها هستن، نمیدونم بخشی روحانیت هست، بازار هستن، تجار هستن، بخشیشون، ولی همه یه ایده های یعنی حالا مبهم و کلی رو ولی توش همسو هستن. من حرکت آینده رو اینجوری میبینم و جا برای همه هست. البته خوب رهبری مدست کسایی که سلام. حالا رهبری هم ببینید، من اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمیبینم، این وسط اصلا یک دید ناقصیه. جنبش های اجتماعی الان مهمتر از اپوزیسیون هم، یعنی ما اگر کسی به این مسئله ایران بین اپوزیسیون و جمهوری اسلامی تحلیل کنه اصلا ناقص میبینم، بسیار ناقص میبینم. شرایط جنبش های اجتماعی در ایران، نهاد مدنی ما تو ایران باید تقویت کنیم، معلم ها، کارگر ها، زن ها، بازنشسته ها و و و دانشجو، همه اینا جلو استبداد بعدی هم. یعنی ما اینجوری نبینیم. الان جو گفتم تو صحبت و جنبش های اجتماعی همه خودشون سخنگو دارن، نیست یه دونه نه نفر تو خارج یا یه نفر تو داخل بگیم آقا شما رهبری، آقا مصدق خمینی هستی. نه الان او تو جنبش زنان نرگس محمدی هست، نسلی سکوده هست و و و تو معلم ها همینجور 10 تا اسم الان معروف جهانی داریم تو همه جا. اینا هستن. من معتقدم یه رهبری جمعی ممکنه، حالا یه تشکیلات و نهادم درست کنن، ممکنه درست نکنن. تو انتخابات 1400 هیچ کی از هویت خودش خارج نشد، از اون خط امامیش گرفته تا مشروطه‌خواهش تا تحول‌خواهش تا براندازش، همه گفتن تو انتخاب شرکت نمی‌کنه. یعنی نیاز نبود ائتلاف کنه. البته خوب ائتلاف یه بلوغ و پختگی می‌خواد. اول باید بلوک‌های سیاسی نزدیک به هم با هم ائتلاف کنن. ولی میتونه با هم گفتگو بکنه. من فکر میکنم معقول ها و به اصطلاح اوغلای طیف های مختلف، حتی امیدوارم یه روز از این اوغلا تو سپاه هم پیدا بشه. حالا آرزو اب نیست، یه کسی آرزو میکنه آقای ترام حمله کنه، یکی آرزو میکنه مثلا آقای خامنه‌ای آدم خوبی بشه، آقای خامنه‌ای. من آرزو میکنم تو درون این نظام هم یه سری آدم عاقل پیدا شن. البته باید اول زور باشه، زور باشه و اوغلا میتونه حرفشون صداشون در بیاد. یعنی من جنبندی نهاییمو بگم، به هر حال جامعه ایران یه جامعه متکثریه، تکثر اصل طلایی شناخت جامعه ایرانه. هر کسی این تکثر رو بخواد نادیده بگیری یا بخواد دور بزنه، یا خب 57 ها پیاده شید، 28 مردادی ها پیاده شید، اصلاح طلب ها پیاده شید، این در واقع ناخواسته این ماشین رو پنچر میکنه.
یعنی ما با نیروی کمتری مقابله میکنیم با این دیو استبداد دینی که هست، ولی ما این دفعه هم چه نباید کرد بهتری داریم هم چه باید کرد بهتری داریم. ولی یه تجربه تاریخی هم هست که امیدوارم به نسل جوانتر هم منتقل بشه و من واقعا تو مشروط خواه الان ما مثل آقای خانساری میبینم مثلا با فرشگردی ها خیلی فرق میکنه، تو طرفدارای آقای بختیار مثلا آقای مهمنش رو میبینم خیلی فرق میکنه مثلا با یه جوانی که میاد تو من تو اسم آقای بختیار میاد، تو اصلاح طلب آقای قدیانی هست، آقای تاج‌زاده هست، آقای تاج‌زاده من باش اختلاف هویتی دارم، اختلاف راهبردی دارم، ولی امیدوارم تاج‌زاده سخنگوی اصلاح طلب باشه نه مثلا آقای کرباسچی. یعنی تاج‌زاده اگر سخنگوی اونا باشه ما بدنی اصلاح طلبان رو تحول خواه جلب میکنیم. یا آقای تاج‌زاده الان رفته زندان، سرمایه اجتماعیش هم بالاتر رفته ولی راهبرد شکست خورده، یعنی نشون داده که با نصیحت کردن آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای میگیره میندازه تو زندان. اگه با نصیحت و انتخابات محوری میخواست نتیجه بده که آقای تاج‌زاده تو انتخابات بعد مثلا تایید میشد. بنابراین ما توی دیالوگ دوستانه و مؤدبانه و منصفانه با هم دیگه میتونیم نقدم بکنیم هم دیگه، اونایی که با انقلاب مخالف انقلاب رو نقد کنن، اونایی که رژیم شاه قبول ندارن اونو نقد کنن، ولی این نقدا ما نمیخوام نتیجه فلسفی بگیریم یا آخرش یکی محکوم بشه، ولی از توش میتونیم تجربه در بیاریم. این استخراج تجربه به اصطلاح بسیار نیاز ما الان داریم و این به تدریج یه اعتمادی هم ایجاد میکنه. یعنی من خودم توی فضای کلاپاس نیستم، یعنی حالا اشکال خودمه، نمیتونم 6 ساعت بشینم، اصلا مشکل قلبی دارم، ولی کلاپاس باز شد آقای فرج سرکویی بره تو کلاپاس، مهدی نصیری هم بیاد، اینا فکر نکنیم هر کدوم یکی شاخ و دوم داره مثلا یه هیولایی با یه حرف میزنه آروم آروم میبینن نه اونم یه آدم اینم یه آدمه و اونایی هم که خورده شیشه داره معلوم میشه. یعنی میاد تو کلاپاس حرفای میزنه بی منطق، یا اومده معلوم اصلا ماموریتی داره یه خطی رو پیش ببره، یه پولی از یه جای گرفته حالا یا خارج یا داخل، یعنی همه چی رو میشه. ما این دفعه حالا خوش شانسی یا بد شانسی تحولات تو ایران زمانمند شد، اگه انقلاب بهمن اگه 5 سال طول می‌کشید 6 7 سال طول می‌کشید دست همه برای هم رو شده بود، یعنی اون فریب بزرگی آقای خمینی هم اتفاق نمی‌افتاد و آقای خمینی سر یه جنبش بزرگ نمیشود. البته که روحانیت پایگاه بزرگی داشت، این همون پایگاه مذهبی دنبالی نبود که بیان دست ببرن پا ببرن سنگسار کنن، که یعنی روحانیت اون شریعت شاکیم یا اقلیتی شریعت میخواستن، حتی مذهبی های سنتی مثلا حتی اکثر اون مثلا مشروع فروشی نباشه، مثلا فیلم مثلا فران نباشه، ولی بیشتر از این نمیخواستن روحانیت اون تسلب حاکم. 14 ماه حجاب اجباری نبود، 14 ماه بعد انقلاب، عکسش هم هست، ببخشی طولانی شد. خلاصه ما اگر این نگاه ملی رو روی ایران داشته باشیم و این تکثر رو داشته باشیم، حالا ممکنه به قول کوهنوردا تو این گردنه به هم نرسیم، گردنه بعدی به هم برسیم. بنابراین این اختلافات هم میتونه به اصطلاح عامل ارتقا و رشد باشه. امیدوارم که به هر حال این شوم استبداد دینی از سر ملت ایران کوتاه بشه.